سلامی گرم به همه شما بینندگان عزیز کانال جدید. کاظم نیک‌خواه هستم و در برنامه امشب زنده کانال جدید در خدمتون خواهم بود. امیدوارم در هر کجا که هستید اوقات خوبی داشته باشین و آماده باشین که توجه کنین به این برنامه و همینطور فعالانه در این برنامه شرکت کنین و بیان در مورد مسائل مختلف و مشخصا موضوع قطع یارانه ها و وضعیت اقتصادی و فقر و فلاکت و کلا فشاری که روی بخش های مختلف مردم هست بیاین صحبت کنیم. همونطور که میبینین موضوع برنامه هست جلو قطع یارانه ها را باید گرفت. قبل از اون که و شماره تلفن ها رو هم در پایین برنامه میبینین که میتونین بیان روی خط صحبت کنین، اما من چند تا خبر رو خیلی خلاصه بگم. از زندانیان سیاسی اخبار زیادی هست در واقع، از اعتراضات علیه اعدام ها و علیه فشار روی زندانیان سیاسی. کمیته بین المللی علیه اعدام بیانیه داده، اطلاعیه داده، گوشه هایش رو اشاره میکنم. گفته شده که توی این اطلاعیه که موجی از اعتراضات در داخل زندان‌ها و در شهرهای مختلف علیه سبوئیت و بیرحمی جمهوری اسلامی در جریان است. یکی از مهمترین اعتراضات اعتراض از درون زندان هاست، جایی که گروگان‌ها در دست جلادان اسلامی اسیر هستند. و کمپینی به راه افتاده، همونطور که تو جریان هستید، کمپین نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد که اسم این کمپین هست و کمپین کمیته بین‌المللی علیه برای آزادی زندانیان سیاسی است. به هر حال در این اطلاعیه گفته شده که زندانیان سیاسی در اوین با دادن یک فراخوان همبستگی با کمپین نگذارید قلبشون از تپش باز ایستد اعلام همبستگی کردند و تشکر کردند. 25 نفر از زندانیان سیاسی رجای شهر با ارسال یک نامه خانه رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار شدند و اونها میگن که اهمیت این مسئله و از اونجا ناشی میشود که این زندانیان، یعنی زندانیان بیمار، علاوه بر تحمل احکام ظالمانه میباید درد و رنج بیماری را نیز تحمل نمایند و این رنج مضاعف با محدود بودن امکانات بهداشتی و درمانی و دارویی در پاره موارد ابعاد مصیبتباری به خود میگیرد. خبری هست در مورد اعتصاب غذای تو همین اطلاعیه، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رجای شهر در پی بی‌توجهی مسئولین زندان به نامنگاری ها. کلیه زندانیان سیاسی بند 12 زندان رجای شهر کرج از روز شنبه 11 آبان ماه به مدت 3 روز از گرفتن جیره غذای دولتی اجتناب کرده و خواهان توجه به وضع سلامتی خود هستند. مجموع این تحرکات مصادف است با کمپین دفاع از زندانیان بیمار از سوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان. بعد اعتصاب غذای عبدالفتاح سلطانی و ابراز همبستگی 4 زندانی با این حرکت. عبدالفتاح سلطانی وکیل دربند اعلام اعتصاب غذا کرده و 4 زندانی دیگه هم به اون ملحق شدن. این اعتراضی است به وضعیت زندانیان بیمار و اگرچه خود عبدالفتاح سلطانی بیمار هست اما به این حرکت اعتراضی دست زد. معلم بازنشسته زندانی محمد امین آگوشین هم دست به اعتصاب غذا زده. ارجنگ داوودی در زندان از زندانیان سیاسی در محکومیت اعدام 16 فعال سیاسی در زاهدان بیانیه از داخل زندان میده و در قسمتی از اون میگه که این توحش اوریان همراه با اظهارات تکان دهنده بیدادستان زاهدان آشکارتر از آفتاب دال بر وجود سازمان یافته و روشمند تروریسم دولتی در رژیم ولایت منحط فقیه خونخوار است که نه تنها مزدورانش به انواع فسق و فجور آلوده‌اند، بلکه رهبران این حکومت جبار برای بقای غاصبانه خود از ارتکاب هر گونه رذالت چون فاجعه کهریزک و هر گونه جنایتی چون کشتار اسیران بلوچ عبا ندارند. برای ارجنگ داوودی از زندانیان سیاسی در نامش نامه مفصلی هست و با لحنی بسیار تعرضی به حکومت اسلامی. برگزاری مراسم سالگرد قتل ستار بهشتی در تهران و هست و همینطور در برخی از زندان ها
علارغم تهدیدات جمهوری اسلامی به همت مادر شجاع ستار بهشتی مراسمی در تهران برگزار شد و حاضران به یاد این وبلاگ نویس منتقد یادش رو گرامی داشتن که زیر شکنجه همونطور که میدونین کشته شده. مادر و خانواده ستار بهشتی خانه برگزاری دادگاه علنی برای بررسی قتل ستار بهشتی هستند. همونطور که گفتم تو زندان هم تجمع مراسم هایی در سال روز قتل ستار بهشتی برگزار شده و سخنرانی توسط جزودین رضا شهابی بله صورت گرفته در همین مراسم یاد گرامی داشت یاد ستار بهشتی و یک دقیقه سکوت انجام شد. بعد در کشورهای مختلف در پاریس دو تجمع اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی باز در رابطه با زندانیان سیاسی بود. تورنتو در کانادا حرکت‌های مختلفی در دفاع از زندانیان سیاسی و در اعتراض به اعدام‌ها صورت گرفته که تشکل‌های مختلف سیاسی در اون شرکت داشتن. برای امروز هم فراخوانی در برای تجمع در تورنتو داده شده که هنوز اخبارش و گزارشش به دستمون نرسیده. همینطور مقابل پارلمان ایالتی اونتاریو باز در کانادا فراخوان به میتینگ داده شده. در استکهلم میتینگی به دعوت بیش از چند سازمان برگزار شد. تعداد زیادی شرکت داشتن از جمله فعالین حزب کمونیست کارگری و در این مراسم سخنرانی کردند، مراسم باشکوه و در اعتراض به و نامه‌ای رو به مقامات دولت سوئد دادند در محکومیت اعدام‌ها و در اعتراض به فشار روی زندانیان سیاسی. در کل راهپیمایی به سوی رادیو تلویزیون دولتی آلمان صورت گرفته. در گوتنبرگ سوئد فردا مراسمی هست در و همین و بعضی خبرهای دیگر هم هست که به هر حال الان بعداً امیدوارم که فرصت بشه براتون بخونم. به هر حال یه موج وسیع اعتراض هم در داخل زندان ها و هم در بیرون زندان، در اعتراض به اعدام ها، در اعتراض به فشار به زندانیان سیاسی و برای آزادی زندانیان سیاسی در جریان است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همونطور که تو جریان هستین کمپینی رو در رابطه با زندانیان بیمار برگزار کرده که امیدوارم بتونیم گفتگوهایی و بحث با شیوا محبوبی و سایر دستاندرکاران این کمیته داشته باشیم برای شما. اما بریم سر بحث برنامه امروزمون که مسئله قطع یارانه هاست و اینکه جلو قطع یارانه ها باید ایستاد. موضوع چی هست؟ حتما تو برنامه های دیروز و روز قبلش تو جریان قرار گرفتین که و شاید از اخبار متوجه شده باشین که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی بارها و به اشکال مختلف و به زبان های مختلف اعلام کردن که به هر حال با این دلیل که جمهوری اسلامی پولی در خزانه نداره و خزانه خالی هست و بودجه امسالشون نمیتونن به اصطلاح پرداخت یارانه های نقدی رو تامین کنن، این احتمال هست که یارانه ها رو قطع کنن. این طبعا شما هم مردمی که توی داخل ایران زندگی میکنین میدونین که قطع سوبسیدها یا یارانه ها از کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم چقدر بلافاصله تاثیر گذاشت روی اینکه قیمت ها بالا بره. بعضن 50%، 60%، 100% قیمت ها بالا رفت و این فشار سنگینی رو جامعه و رو مردمی که فلحال زیر فقر و دستمزدهای زیر خط فقر رو نمیدونم گرانی فزاینده و بیکاری و همه اینها قرار داشتن قرار داد. یعنی قطع یارانه ها فشار فلاکت و فقر رو روی گرده خانواده بسیار بسیار سنگین تر کرد و خود شما میتونید بیان تو این برنامه در موردش صحبت کنید، به ویژه کارگرا، جوانان بیکار و بازنشستگان، کارمندان جز، پرستاران، معلمان، بخش‌های مختلف مردم. به هر حال در واقع اکثریت مردمی که درآمدهای پایینی داشتن با فشار با قطع یارانه‌ها
و بالا رفتن قیمت ها که گفتم مواردی بیشتر از 100%، یعنی دو برابر شدن قیمت هم بود، فشار بسیار کمرشکنی رو روی مردم گذاشت. جمهوری اسلامی اسم طرح قطع یارانه ها رو گذاشت طرح هدفمند کردن یارانه ها، یا یارانه های هوشمند، یا نمیدونم یارانه های نقدی و چیزها از این قبیل. و اما طرح اولیشون این بود که به اصطلاح به یک سوم مردم، یعنی در واقع به 30% یارانه پرداخت نکنن، و به اونهایی که یارانه پرداخت میکنن 8000 تومان یا حدود 20000 تومان تو سال 89 اینها که صحبتش بود قرار شد بپردازن. اما بعدا زیر فضای اعتراض که تو جامعه اخبار این که منعکس شد و منتشر شد، فضای اعتراضی که تو جامعه بود، کشاکش هایی که از درون خود جمهوری اسلامی به جریان افتاد، به هر حال مجموعه اینها باعث شد که اینا ناچار بشن و در مقابل گرانی و تورم فزاینده‌ای که جریان بود، مقدار پرداخت یارانه نقدی رو 45000 تومان به هر نفری اعلام بکنن و مجبور شدن به همه مردم بلا استثناء یارانه بپردازن، و مجبور شدن به هر حال و اعلام کردن که یارانه‌های نقدی برای سال 91 و 92 73500 تومان به هر نفری پرداخت خواهد شد، که باز حتی همین هم نسبت به تورمی که تو جریان بود کم هست. ولی به هر حال منظورم اینه که خودشون اعتراف کردن که اگر بخوایم به اصطلاح تأثیر تورمزای قطع یارانه ها رو خونسا کنیم، باید به هر نفری بلا استثناء 73500 تا 75000 تومان تو سال 91 بدن و 92 باز این افزایش بدن. اما بعدا زدن زیرش و گفتن همون 45000 تومان. و بعد الان بحث بر سر این هست که میگن پول تو صندوق نداریم، خزانه خالی هست، نمیدونم وضع اقتصادمون در داغونه و شاید مجبور بشیم که یارانه ها رو قطع کن. روشنه که بحث ما بر سر اینه که باید جلو این ایستاد. امیدوارم شما بیاین روی خط. بله فوری جواب دادش. تلویزیون کانال جدید سلام به شما، بفرمایید صحبت کنید. آقای میخواد سلام. سلام به شما دوست عزیز، حالتون چطوره؟ خوبی. آقای میخواد، این برنامه اقتصادی یارانه ها چیز درستی بود. بله. ولی آقای احمدی نژاد یارانه ها رو تبدیل کرد به تشکر میکنم. بله میگن که یارانه ها چیز درستی بود. ببینید بحث بر سر اینه که در واقع احمدی نژاد و بقیه هیچ تفاوتی با هم ندارن. احمدی نژاد طراح قطع یارانه ها یا یارانه هوشمند بود، و بقیه هم مجلس اسلامی همین دنبال همین این چیزی که داره الان پیاده میشه، همین مجلس موجودی که الان مجلس اسلامی هست ازش دفاع کرد و در واقع یه مقداری فشار مجلس بود که به همین شکل در اومد. احمدی نژاد هم خب طراح این به اصطلاح سیاست بود. الان روحانی هم گفته که خب ما از این سعی میکنیم که اولش اینطوری خود دولت یعنی روحانی قبل از اینکه به انتخاب بشه به اصطلاح از صندوق بیرون بیاد به عنوان رئیس جمهور، اعلام کرد که یارانه ها رو افزایش میدیم 40% نمیدونم چقدر یارانه ها رو افزایش میدیم، 40% دستمزدها رو افزایش میدیم و یا 20% بچه یا 40%. به هر حال یه سری قولای اینطوری دادن و اینا اعتراف کردن دوستان عزیز که این یارانه ای که داره پرداخت میشه کافی نیست. اعتراف کردن به خاطر اینکه واقعیت آنچنان مثل روز عیان است که گرانی داره کمر مردم رو به ویژه خانواده های کارگری رو میشکونه، خورد میکنه. تلویزیون کانال جدید کاظم نیکا هستم، بفرمایید. سلام کاظم نیکا، درود بر شما. درود به شما دوست عزیز، بفرمایید نظر شما چیه؟ من وحید هستم. آقا جلوی قطع یارانه رو باید گرفت. یارانه ها الان 45 تا یارانه میده اول ای یارانه رو قطع کنن چجوری پول آب و برق و گاز تلفن رو میار بگیر؟ با این یارانه ما پول آب و برق و گاز تلفن داریم. واقعا این
کالی گرونی آقای نیکا، وضع مملکت خیلی خراب. میتونم یه سوال ازتون بکنم؟ میتونم اجازه بدین میتونم یه سوال ازتون بکنم؟ بله قطع کردم. ایشون همون کسی هستن که میان میگن امیدواریم دولت روحانی کاری بکنه، که دولت روحانی اعلام کرده که یارانه ها رو میخواد قطع کنه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. سلام آقای نیکا. سلام به شما دوست عزیز. حال صحبت کن آقای نیکا. خواهش میکنم بفرمایید. آقای نیکا یارانه ها رو اگه نخواهیم چی باید ببینید؟ یارانه شما نمیخواین؟ یارانه من نمیخوام. یارانه ما برگردیم به 4 سال 5 سال پیشتر، یارانه نمیخوایم. دقیقاً، یعنی که قیمت ها رو برش گردونن به همون 4 سال پیش منظورتونه؟ قیمت ها رو برگردیم به 4 سال پیش 5 سال پیش، ما این یارانه رو نمیخوام. 45 تومن یارانه بیشتر به قبض تلفن هم نمیشه. بله دقیقاً، یعنی که یارانه، ببینید اینجوری بود که یارانه به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم پرداخت میشد، اونو قطع کردن. منظور شما اینه که اونا رو بزنن سر جاش دیگه؟ اونقدر قبض برق و تلفن و گاز اینا گرون کرده که دیگه نمیتونه اصلا جوابگو نیست یارانه. دقیقاً، به نظر شما چیکار باید کرد؟ الان بحث بر سر اینه که میخوان قطع کنن بدون اینکه به هر حال قیمتا رو تغییر بدن. به نظر شما چیکار باید کرد؟ کار باید گرفت. تشکر میکنم ازتون. میتونم بپرسم از کجا زنگ میزنین؟ ما از یزد. بله لطف کردین زنگ زدین. سلام به دوستانمون در یزد هم برسونه. سلامت باشین. خدا قربان شما. بله خیلی از مردم حرفشون اینه که اوضاع رو برگردونیم به قبل، ما نخواستیم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط هستین صحبت کنید. سلام به شما دوست عزیز، حالتون چطور؟ بفرمایید. امیدوارم حالتون خوب باشه آقای نیکا. تشکر میکنم. آقای نیکا قربان شما، جناب آقای ستوده یکی از افرادی هستن که طرفدار کمونیست هستن، نمیدونم حالا چقدر شما با ایشون آشنایی دارید و ایشون رو میشناسید. بله موضوع ببینید قطع یارانه هاست، چه ربطی به این موضوع ستوده داره؟ بله میدونم، عرض میکنم مرتبط هستش اگه اجازه بدید. خواهش میکنم بفرمایید. مرتبط هستش. بله نسبت به ایشون آشنایی دارید شما با این ستوده؟ شما حرفتون رو بزنین منم بعدش جوابتون میدم. آخه آقای ستوده، بله به حرفای خارج از موضوع و بحثا و سوالات لطفا نکنین. اگر بحث دارین در مورد مسئله‌ای که داره کمر مردم میشکنه یارانه هاست، این موضوع برنامه امشبمون. اگر دوستان عزیز صحبتی دارین بیان صحبت کنین، وگرنه قطعتون میکنین با اجازه. بله خیلی از مردم حرفشون همین حرفیه که بیننده قبلی زدن که گفتن آقا جون یارانه رو نمیخوایم، ولی اوضاع رو برگردونیم به 4 سال قبل. تازه 4 سال قبلش قیمت ها زندگی مردم طوری بود که خود جمهوری اسلامی سرانش میگفتن دیگه از زندگی زیر خط فقر هم نمیشه صحبت کرد، باید از نقطه بقا صحبت میکردن. یعنی دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر، بیکاری چند میلیونی، نمیدونم چند میلیون جوان آماده به کار که کار پیدا نمیشد براشون و غیره و غیره. الو سلام به شما، بفرمایید نظر شما. بله بفرمایید، شما روی خط هستین صحبت کنید. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید. آقای نیکا خواهش میکنم. شما خوبه؟ از کرج زنگ میزنم. سلام به شما از کرج، بفرمایید نظر شما چیه؟ نظر ما اینه که والا اگه این دو یارانه ها رو قطع کنن دیگه چی دیگه مردم بیچاره میشن. بیچارگی مردم هم والا به حال دولت که هیچ فرق نداره بله دارم صحبتتون داره پخش میشه، ادامه بدین. والا ما الان به خدا دو سه خانواریم، یعنی از یه طرف هم که یارانه هم بیاد قطع بشه. اگه میتونم ازتون خواهش کنم صدای تلویزیون ببینید، صدای تلویزیونتون رو قطع کنین بعد صحبت کنین لطفا. الو بله ادامه بدین. الو بله بفرمایید. در رابطه با یارانه ها دارم میگم این باید جلوشو بگیریم دیگه، ما باید مردم همه با هم یک صدا بشیم، هماهنگ بشیم، جلوشو بگیریم.
هرچند که مبلغی نیست، مثلا به چیز بشه، مثلا چقدر بشه، چه حال رو فرق نمی کنه، ولی بازم این دولت روحانی به نظر من بله صحبتتون تموم کنید. حرف خاصی ندارم، فقط همین خواستم بگم که جلوی اینو باید بگیریم دیگه. تشکر میکنم ازتون. الان صحبت میکنم، لطف کردین زنگ زدین. دفعه بعدم که اومدین صدای تلویزیونتون لطفا کم کنین. بله، میگن که خود این یارانه ها مبلغی نیست. یکی از مسائل همینه، خواست مردم این نیست که فقط یارانه ها قطع نشه، بس بر سر اینه که قیمت ها تو همین دو سال گذشته به اعتراف خود حکومتی ها از 50% تا 60% تا 100% بالا رفته و اون وقت پولی که دارن میدن کفاف چیزی رو نمیده. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، در مورد یارانه ها صحبت میکنیم، نظرتون رو بگین. الو. الو، سلام به شما. میتونم اول برنامه خواهش کنم که قبل از این شروع کنین صدای تلویزیونتون رو قطع کنین؟ بله. بله، لطف کنین صدای تلویزیون تلویزیونتون قطع شد؟ بله. خب ادامه بدین، بفرمایید. ما آغاز خواهیم بگیم این یارانه ها که دولت آقای احمدی نژاد گفت این قانونیه. بله. کسی میدونه مثلا خط کنه یا دستکاری کنه یا یه کاری بکنه این چطوریه که الان ها فرصت کنن؟ بله، بس بر سر اینه که خیلی چیزا میگن بعد میزنن زیرش دیگه. دولت جمهوری اسلامیه که یه عالمه قول و وعده و قانون رو زده زیرش. بس بر سر اینه که حتی گفته بودن که باید افزایش پیدا کنه به نسبت تورم و الان همون 45 هزار تومان رو هم میخوان قطعش کنه. خب الان شما رو تقونید، مثلا من خودم یه خانواده 6 نفر هم یه پسری دارم، یه دفعه زده داره دستا قطع شده، بعد خودم هم پیرمرد هم 64 سالمه، خدایی یه پای زندگی و همین یارانه با کارگر سر میدون هم هستم، نبیدم یه سلامتی دیگه دارم، اونم کار رو روزه تدریف ماها چی میشه با؟ دقیقا دوست از دقیقا بس بر سر اینه که دولت میگه که به هر حال پولی تو صندوق نیست، ولی پولاشون رو خودشون دزدیدن، بالا کشیدن، بشار اسد میدن، نمیدونم به حزب الله میدن و پول شما رو میخوان بکشن بالا. آوا چرا به تو خونه فرض به قول معروف با حزب الله یکی یکی چی کار داری؟ دقیقاً بس بر سر همینه. بله، مثلا اون زمانی که تظاهرات بود حزب الله کجا بود؟ اون زمانی که فرزشا بود فلسطین کجا بود؟ خودمون انداخت درون تانکتون و شاه به یه روز بیافیم. مسئله همینه. به هر حال لطف کردین زنگ زنین. میتونم بپرسم از کجا زنگ میزنین؟ اگه ایراد نداره بگین. صداشون قطع شد. بس مسئله همینه، یارانه رو قطع کردن، قیمت ها رو بالا بردن. یه خانواده 6 نفره، همین دوست عزیز کارگرمون میگه من کارگر میدون هستم، یعنی دستمزد و حقوق به اصطلاح منظمی ندارم، هر وقت کارگیرم بیاد پول هست، هر یه مقونم پول چندرغازی و هر وقتم کارگیر نیاد که خیلی وقت‌ها هست پولی نیست و در محل درآمد دیگه ای ندارن. اون وقت دست قیمت‌ها 100% 60% بالا رفته تو این یکی دو سال و حالا این یارانه هم نه فقط افزایش پیدا نکرده اونطور که وعده داده بودن، 75 هزار تومن میشه، 73500 تومن میشه. خود روحانی قول داد که یارانه ها رو افزایش بده، دستمزدها رو هم افزایش بده. کجا رفت؟ پس بر سر اینه که ما مردم باید فشار بذاریم روی این حکومت. خود شما کارگرایی که مثل همین دوست عزیزمون زیر این فشار هستین و بیشترین فشار روی شماست. گرانی بیشترین فشارش روی کارگر بیکار، روی کارگر شاغل و روی بخش‌های مختلف مردم محروم اون جامعه. باید بیان بیرون و اعتراض کنین. دست تو دست هم باید بیان بیرون اعتراض کنین. نه فقط یارانه، بلکه بگین دستمزدها باید بره بالا. حقوق‌ها باید بره بالا. معلم‌ها، پرستارا، نمی‌دونم کارمندا و بخش‌های مختلف کارگران باید یک به اصطلاح جمهوری اسلامی، حالا بیشتر توضیح میدم تو خلال برنامه، جمهوری اسلامی واقعیتش اینه که یه مش
یه اقتصاد درب و داغونی داره و روی این اقتصاد درب و داغون و به اصطلاح درآمدهای نفت و غیره یه مش دزدهای بی نهایت حریص وایسادن و یه که اونا از درآمدشون کوتاه نمیان، ولی میخوان از درآمد مردم کم کنن. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنین، نظر شما چیه؟ سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید نظر شما چیه؟ نظر ما اینه که اینا میخوان یه کاری بکنن که جاده ها را صاف بکنن، جاده ها را تخت بکنن، که اصلا کل یاران ها را قطع بکنن. اینا دوزیاشون ادامه بده، اینا مردم را بدبخت کنن، مردم را بدبخت کردن، خدا انشالله بدبختشون کنه. از اینجا من میگم، از تهران زمین زدم، میگم لعنت بر پدر هرچی آخوند و آخوند پرست و آخوند زاده و آخوند دوسته. خدا حافظ. قربان شما، لطف کردین زنگ زدین. بله دقیقا، پای برنامه هم بشینین در و صحبت های بیشتری هم اگر بله حرفشون رو روشن زدن. کلن جمهوری اسلامی همینو میگفتن، همطور که شاهدش هستیم، یه اقتصاد درب و داغون، یه مش دزد حریص که دارن دیگه پول نفت و رشوه از مردم و مالیات های مردم و درآمدها و مردم رو بالا میکشن، قیمت ها رو بالا میبرن، واردات و صادرات دستشونه. وقتی که قیمت ها بالا میره، اینجور نیست که میره دود هوا میشه، یه عده از قبل قیمت هایی که بالا رفته دارن درآمد های عظیم بالا میکشن. کیان اونا؟ یکیش سپاه پاسدارانه که کنترل بخش زیادی از صادرات و واردات و قاچاق و همه این چیزا رو تو دستشه، بخش زیادش دست اوناست، بخش زیادی از اقتصاد مملکت در دست همون کثافت‌های پاسدار و بسیجا و بنیاد مستضعفان و بنیاد شهدا و بنیادای هست که دست نمیدونم سران جمهوری اسلامی و آقازاده ها و گرگدن‌های جمهوری اسلامی هست. بخش هم دست بازاریای بزرگ، پولا میره تو جیب اونا. یعنی وقتی شما به جای اینکه 100 تومن 100 هزار تومن بدین یه چیزی بخرین، 150 هزار تومن میدین، 50 هزار تومن اضافهش میره تو جیب همین کسایی که گفتن. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، نظر شما چیه؟ سلام آقای میخواست نباشیم. تشکر میکنم. آدم زرنگ باید تحسین کرد. آقای خامنه‌ای خیلی زرنگه، به خاطر اینکه 60 میلیون نفر رو داره معامله میکنه. واقعا زرنگه. آدم دیدی که ایران گیر نمیاد، فقط یه ابلهی بلند شده 70 میلیون واضی گرفته. خدا حافظ. قربان شو. برای میگن که مردم رو خامنه ای به بازی گرفته. بله، بحث بر سر این هست که ببینید یارانه ها رو گفتم اقتصاد درب و داغونی داره، یه مش دزد و یک عالم حفره هزینه که اونا رو نمیخوان دست بزنن. هزینه هایی که پول هایی که صرف سپاه پاسدار، حوزه علمیه، آخوندهای میلیاردر، نمیدونم بشار اسد، حزب الله، خواهران زینب، گشت های نمیدونم سارولا مارولا و منکرات و چانکرات، خلاصه اینا رو اینا رو قرار نیست کم بشه در بودجه که صرفش میکنن. اصلا دیدین یک کلمه اینا بگن که بودجه حوزه علمیه رو کم میکنیم؟ برعکس دارن میگن نمیدونم 40,000 مسجد جدید میخوایم بسازیم، 60,000 مناره برای مساجد میخوایم بسازیم، نمیدونم حوزه علمیه رو میخوایم تقویتش کنیم، جلسات قرآن خونی رو نمیدونم، یه مش آخوند منکرات و لشکر اوباش رو میخوان بودجهشون اضافه بشه، ولی پولی که به مردم میرسه باید قطع بشه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید. الو شما روی خط هستین، نظر شما چیه؟ بله قطع شدین دوست عزیز، متاسفانه اگر امکان داشت دوباره زنگ بزنید. تلویزیون کانال جدید بفرمایید شما روی خط هستین صحبت کنید. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز، حالتون چطوره؟ سلام آقای میتخوا، خسته نباشید. تشکر میکنم، شما هم خسته نباشید. نظر شما چیه دوست عزیز؟ اگه ممکنه صدای
ممنونم. اگه ممکنه صدای بله صدای تلویزیونتون رو قطع کنین. الو. بله صداتون میاد. صدای تلویزیونتون قطع کنین. اگه ممکنه صدای تلویزیونتون رو قطع کنین صحبت کنین. متاسفانه مثل که صدای ما رو نمیشنین دوست. از دفعه بعد که اومدین امیدوارم دوباره بتونین زنگ بزنین بیاین روی خط و صدای تلویزیونتون رو قطع کنین. دوستان عزیز موقعی که میان تا مثلا بتونین صدای ما رو بشنوین. صدا هم یک کمی با تأخیر پخش میشه. بله گفتم هزینه هایی که بودجه هایی که صرف مفخورای جمهوری اسلامی میشه، صرف پاسدار و بسیجی و حوزه علمیه و نمیدونم آخوند و آیت الله و نماز جمعه و هزار تا چیز دیگه، میلیارد میلیارد صرف اینا میشه، اینا رو قرار نیست دست بزنن، اتفاقا برعکس قرار اضافه کنن. ولی نوبت یارانه ای که میره تو جیب کسانی که دارن قیمت های دو برابر رو در عرض یک سال گذشته میپردازن و فشار رو دوششون میاد، این رو تنها جاییه که زور فکر میکنن، فکر میکنن زورشون میرسه که قطع کنن، برای اینکه بالاخره سراغ نمیدونم آیت الله فلانی اینا نمیتونن برن که بگن شما کمتر پول بگیر، یا سراغ آخوندهای حوزه علمیه نمیتونن برن بگن هزینتون کم کن، یا هزینه مساجد و تکیه و فلان اینا رو نمیتونن کم کنن، ولی میخوان بگن پولی که یارانه میره تو جیب مردم یا چندرغاز اون قرار قطع بشه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. درود به شرف آقای میکا. تشکر میکنم. درود به شما دوست عزیز. نظر شما چیه؟ آقای میکا. بفرمایید. شما 5-6 روزه تو مدت آزاد نشستیم. من تو این دور هم جمع میشه. بله ادامه بدین. اون دموکراسی بیارین تو ایران. بله. ولی 5-6 تا حزب تو مملکت آزاد نشستین. نمیتونین دور هم جمع بشین. این یعنی چی؟ ما این رو نمیتونیم. بله ما دور هم جمعیم دوست عزیز. ما داریم ببینید هزاران نفر تو همین حزب هستن. جمع نیستیم. نه. بله جمع نیستیم. بله. همتون داره همدیگه میزنیم، داریم برای حکومت اسلامی فعالیت میکنیم. بله. تموم شد صحبتتون؟ اگر میتونستیم دور هم جمع بشیم که ما مشکلی نداشتیم که. بله بله. ادامه بدین بعد من توضیح میدم. بله. حکومت دموکراسی یعنی چی؟ نه که شما خود مملکت دموکراسی همه حزب متعارف بشه بزنید درسته؟ بله بله. خب الان شما 5-6 تا حزب هستید تو مملکت آزاد نشستید، من تو این دوره هم برم بشین یعنی چی؟ توضیح میدم براتون دوست عزیز. خیلی ممنون که زنگ زدین، لطف کردین. لطف کردین زنگ زدین، ممنونم ازتون که اومدین نظرتون رو گفتین، بازم بیاین روی خط صحبت کنین. قربان شما. بله از میگن که 5-6 تا سازمان هستن، سازمان ها زیادی هستن، احزاب زیادی هستن، حزبای زیادی هستن که فعالیت میکنن و ما تا اونجایی که امکان داره داریم سعی میکنیم با هم فعالیت کنیم، از جمله مثلا همون خبرهایی که اول گفتم در رابطه با مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. الان خیلی از این حرکت، همین دیروز یه حرکتی بود، چندین سازمان سیاسی مختلف توش فعال شدن، دخالت کردن، شرکت داشتن تو استکهلم یا تو تورنتو تو کانادا و علیه جمهوری اسلامی. معلومه بالاخره این احزاب یکی نمیتونن بشن و ممکنه بشن یه تعدادشون، ممکنه نشن، مهم نیست. مهم اینه که ما بتونیم صدای ما رو به شما مردمی برسه که نیروی اصلی تو اون جامعه هستین، با یک شعار واحد، با یک صدای واحد بیان علیه جمهوری اسلامی بجنگین.
با خواستهای روشن و سریع. این تلاش ماست و امیدواریم احزاب سازمان‌های دیگر هم بتونیم جمع بکنیم و به درجه هم توی یک عرصه‌های تونستیم متحدتر عمل بکنیم. بازم بیشتر توضیح میدم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنیم. سلام آقای نیکو، خسته نباشید. سلام به شما، حالتون چطوره؟ شما هم خسته نباشید. خوب هستی؟ ممنونم. ممنون. بله بفرمایید. میتونم ازتون خواهش کنم که صدای ازتون خواهش میتونم بکنم صدای تلویزیونتون رو کم کنین که حواستون پرت نشه و صحبت کنین. بله صدا تلویزیون رو برم. بله بله ادامه بدین بفرمایید. صدا خوب شد؟ بله 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 بله. ببینید ما یه ملت تحت فشاریم که هر سری یه آدم پا میشه با احساسات با منطق با همه چیز ما بازی میکنه، با یه سری وعده ها با ما رو مجبور به رأی دادن میکنن، به یه سری قول ها. ما هم خب به خاطر شرایطی که توش قرار داریم مجبوریم به دخل به این وعده ها یه دلو خوش بکنیم. ما یارانه میدیم، وسایل ارزون میشه، الان همه چیز بیش از حد بیش از حد، یعنی روز به روز اومده روش. هیچ کاری هم که نکردن میخوان یارانه را قطع کنن. بله میتونم بپرسم مثلا الان ما بله ادامه بدیم. بفرمایید شما. میخواستم بگم که مثلا تو یک سال گذشته یا از مقطعی که یارانه را قطع کردن و یارانه را نقدی کردن به قول خودشون، میتونیم بگین قیمت ها چقدر به نظر شما بالا رفته؟ آه قیمت ها ماه به ماه بالا نمیره، قیمت روز به روزه، یعنی ثانیه به ثانیه است. شما میخواید فلان کالا رو این ساعت ساعت 8 یا 9 بگیرید، این قیمت یه ساعت دیگه معلوم نیست چجوریه، فردا صبح معلوم نیست چجوریه. همه چیز بیش از حد داره بالا میره، هیچ کس نیست که کنترل کنه. میتونین چند تا میتونین چند تا نمونه رو بگین؟ میتونین چند تا نمونه رو بگین که قیمتا رو نسبت به وسایل تغذیه خوراکی یا هر چی؟ بله هر کدومش که الان تو ذهنتون میاد. نمونه خیلی سادهش پرایز با قیمت 4.5 میلیون که الان شده 15 میلیون. یعنی نمونه خیلی ساده یک کیسه برند 10 کیلویه که قبلا 20 تومن 15 20 تومن بود، حالا 50 خورده ای. تازه باید بگردی اونقدر بگردی تا یه نمونه برند خوب گرفت بیاد. روغن، همه چیز. بله دقیقا. به نظر شما چی کار باید کرد فکر میکنین؟ به نظر من مردمه که مثل یه فنر دارن روشون فشار میارن، باید تکون بخورن، باید یه جوری از این حالت خودشونو بیرون بیارن. بله همون جوری که یکی میشن و رای میدن دوباره این همه اتفاقات میشن، همون جوری هم یه تکونی به خودشون بدن، یه کاری بکنن. میشه من تو ایران زندگی میکنم ولی حق ندارم حرف بزنم، حق ندارم نظر بدم، حق دارم، حق رای دارم ولی حق هیچ گونه صحبتی رو دیگه ندارم. بله شما من یه زن ضعیف، یه زنی که درآمدم از خودمه، باید زحمت بکشم تا بتونم خرج خودم و بچه‌مو زندگیمو در بیارم، تکلیفم چیه با این وضعیت؟ بله دقیقاً. شما حتما دور و برتون دوستانی دارین که مثل خودتون فکر میکنن، هزاران نفر مثل شما هستند که با هم دیگه حتما صحبت میکنین در این رابطه، اینطور نیست؟ بله ولی خب کسی جرأت نداره نفس بکشه. بله به هر حال لطف کردین زنگ زدین، الان بیشتر من توضیح میدم، فکر میکنم که میشه خیلی کارا کرد. ممنون آقا، خدا حافظتان. قربان شما، لطف کردین. تلویزیون کانال جدید کاظم نیکخا هستم، بفرمایید. آقای میرزا خفه نباشید. تشکر میکنم، نظر شما چیه؟ نظر من اینه، ما یاران نمیخواد، به علی خامنه‌ای میخواد، رهبر ما رو میخواد. بله ادامه بدین، اول نشنم زد. من میگم ما یاران نمیخواد، جمهوری اسلامی میخواد. جمهوری اسلامی میخواد؟
نه نشنیدم، نمیدونم گفتن جمهوری اسلامی میخوان یا نمیخوان. به هر حال یارانن، تلویزیون کانال جدید شما روی خط هستین، بفرمایید صحبت کن. سلام آقای میکا. سلام به شما دوست عزیز، نظر شما چیه؟ الو. بله بفرمایید. نظر من اینه که میکا یا خوندان بی وجدان، یکم بگیره که وجدان ندارم، یکم این دوزاش رو کمتر کنم، یارانا ما را غرب نکنم. بله بله قربان شما. بله میگن دزدیاشون کمتر کن، یارانه قطع نکن. یه نکته هم بگم که برای خود شما روشنه که همین الان هم که یارانه پرداخت میشه زندگی سخته، فشار روی بخش اعظم مردم سنگینه. یعنی تمام حرف کارگرا، معلما، پرستارا، مردم بیکار، بازنشسته ها روشنه که این نیست که فقط یارانه رو قطع نکنین، حتی این نیست که فقط یارانه رو افزایش بدین، بلکه باید دستمزدها، حقوقها به نسبت این تورمی که الان این خانمی که زنگ زدن گفتن برنج نمیدونم 15 تا 20 هزار تومان شده 50 هزار تومان، یعنی 150% 200% قیمتش رفته بالا. خب آیا حقوقها اینقدر رفته بالا؟ حقوق 20% یا 19% نمیدونم حداقل دستمزد تعیین کردن. دوست دیگری گفتن، حالا بعد هم میشه صحبت میکنم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نیکخا و تشکر میکنم از زحمات همکار محترمتون در این شبکه و عرض سلام دارم به تمام هموطنان عزیزم. اگر اجازه بدید در ابتدای خبر خیلی خوبی دارم در ارتباط با یارانه ها برای مردم عزیز. بله سلام به شما، خیلی خوش اومدین، بفرمایید آمدیم خبر خوب شما رو بشنویم. بالاخره تلاش های شبکه شما و به اصطلاح اعتصابات و اعتراضات مردم که سرسلاش از این طرف اون طرف بلند می شد نتیجه داد و امروز مثل که نماینده های مجلس شورای اسلامی در رابطه با همین مسئله تبصره های اصلاحی بودجه سال 92 که من جمله کش در مورد یارانه ها بود جلسه تشکیل شد و اینها موافقت کردند که فعلا حذف یارانه ها منتفی بشه و این مونه فعلا برای سال 93 که لازم انجام بشه و آقای لاریجانی رئیس مجلس گفتن که ما که نمیخوایم مشکلات دنیای اسلام رو رفع بکنیم و دولت هم با تبصره های الهامی نیستش که به صدا در حال حاضر این مشکل حل بشه و این تبصره های اصلاحی باعث چاق و چله شدن بودجه دولت نمیشه و ما باید برای اون وقت زیادی رو بگذاریم و با توجه به اینکه دولت موظف هست تا 15 آذر ماه امسال بودجه سال 93 رو اعلام بکنه، بنابراین تبصره های الحاقی برای بودجه سال 93 موکول میشه و در مورد به اصطلاح در مورد این مسئله بین نماینده ها اختلاف نظر بوده، بعضی هاشون اعتقاد داشتن که باید صحت به یارانه ها صورت بگیره، بعضی ها نه. و غلام رضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه با بیان اینکه با حذف تمام تبصره های الحاقی حقوق بخش نماینده ها و کمیسیون ها محروم میشن، حذف یک جای کلیه تبصره ها رو خلاف آیین‌نامه ها دونستن و گفتن ما باید اینها رو تک تک بررسی بکنیم که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به کاتب میگن که خلاف آیین‌نامه بودن تمام تبصره های الحاقی برای شما مهرت هست اما برای هیئت رئیس اینطور نیست و بعد از این اظهارات این پیشنهاد داشته شد و از مجموع 211 نماینده 125 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 6 رأی تنها بود و به طور کلی تمام تبصره های الحاقی در اصلاح بودجه 92 حذف شد و این خبر خوب. و اما یک خبری که به نظر من بیشتر جنبه طنز داره که ایشاره برای سال آینده نظر مردم باشه، نظر آیت الله مکارم شیرازی در مورد حکم شرعی قطع یارانه ها بوده که از ایشان خواستن که نظرشون رو اعلام بکنه. از آل شده که قطع یارانه های فرد در حالی که ایرانی هست و از این آب و خاک فهمی داره که چه فقیر بدون رضایتش آیا اشکالی داره یا نه، ایشون گفتن که امام علی فقیر و غنی رو به یک اندازه از بیت المال سهمی دادن و واقعیت مطلب این هستش که پرداخت یارانه ها به صورت فعلی قابل ادامه نیست، یعنی به اصطلاح نه طرف حامل انرژی ها و نه محل دیگه برای پرداخت یارانه به بیش از 7 میلیون نفر کفاف نداره، بنابراین باید همه رو قطع کنن و یا کسانی رو که نیاز ندارن قطع بکنن.
ما هم در زندگی اگه نتونیم تمام متوقعه ها رو راضی بکنیم، اولویت ها رو در نظر میگیریم و در ضمن اموالی رو که امام علی به طور مساوی تقسیم میکردن اموال خاص بوده که ملک همه مسلمین بوده، ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان داره فقط باید به اونها داده بشه. اگه یه روز دولت پول کافی داشت مانعی نداره به دیگر. به هر حال اینها همه گذشت هرچی که بود و فعلا این بحث منتفی شده. من تشکر میکنم از شما و برنامه های خوبتون. به هر حال مردم بعد اینو مد نظر داشته باشن که اگر در آینده همچی بحثی شد به هر حال با اعتراضات خودشون مانع از حذف یاران. با سپاس از وقتی که به من دادید. البته این دوست موضوع مشهدیمون احتمالاً بعد از من میان روی خط و موضوع مشهدی دیگه هم رو کار میکنن که من از همینجا بهشون میگم که میدونم که این خبره که من میدم خیلی براتون دردناک هستش و تشکر میکنم از دوست عزیزمون سیمای عزیز، آریان عزیز و اون دو دوست اهوازیمون که هر شب میان و اونها هم حمایت میکنن در این راستا. سپاسگزارم، ممنونم، خدا نگه. تشکر میکنم، شبتون خوش. ممنون. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن. خسته نباشید آقای میسکا. تشکر میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید صحبت کن. نظر شما چیه؟ آقای میسکا، یارانها این دولت با تر یارانها خواستن چه فاصله طبقاتی بین غنی و فقیر را کم کنن. بله، ولی فاصله که کم نشد، این فاصله زیادتر شد با این تر. یارانه ها که آوردن ثروتمندان با فروش کالاها و از ناس خودشون با قیمت کم برابر به ثروت زیادتری دست پیدا کردن، ولی فقیران بیشتر فقیر شدن. این تر اگر بخواد دوباره حذف بشه، از فقیران چه هیچی دیگه باید برن خودکشی کنن. بله، به نظر مسئله اینه که دولت نیست که تصمیم گیرنده است، مهم اینه که چقدر شما مردم اعتراض میکنین، وای میسیند و مقاومت میکنین و این تاثیر میذاره. حالا نظر شما چیه؟ چه کار باید کرد؟ آیا میشه هر چیزی، هر بدبختی که بر سر هر ملت یا هر قومیات خود آن قوم خوب با دست خودش رقمش میزنه. بله، یه اجر این در قرآن اومده، هر قومی به هر بلایی گرفتار میشه خود همون قوم علتشه. این مردم حتی به سرشون بیا حقشونه. شما اونجا این نمیدونید، اینجا حالا میدید و به من نگاه کنید چه میریزن تو خیابون، چقدر میریزن تو خیابون، انگار نه انگارم اینا این که شب تو سفرشون نون نیست بخورن. بله، پای صندوقای رای یا این یا اون، این مردم هر کی به سرشون بیار حقشونه. بله، یعنی اگه بخوان یارانه هم مطمئن باشه، یارانه هم قطع کنن هیچی نمیگن. نه اینطور نیست، اگه قطع کنن هیچی هم نمیگن، مطمئن باشید. نه من فکر من میزنن یا این میتن یا اون میگن، ولی یاران ها مطمئن باشید قطع کنن همه جوری خواهد بوند. میگن از نات سبر میخرن، از نات همه جور باقی میمونه، این هم میرن میخرن، هیچی هم نمیشه. این ملت یکی چی بگم، اصلا ارزه ندارن. همین، نه من اینطور این فکر نمی کنم. حالا توضیح میدم نظرم میگم به شما، امیدوارم بعد فرصتی بین تلفن ها گیر بیارم. حالا شما هستید، ما هم هستیم، اینه. به هر حال شما بله، یک دانشجوی هم ولی به علت بزاعت چم درستم راها کردم، برم کاروری کار میکنم، روی سنداشت اونم کار میکنم، روی نمیرسم. یارانم مال خودشون، از برگردم به 5 سال 6 سال پیش، از ناس همونجوری باقی بمونه. من نوعی حاضرم بردی 100,000 تومان خودم مالیات همینجوری بدم به دولت، ولی از ناس همونجوری باقی بمونه. بله دقیقا، بس بر سر اینه که حالا شما خودتون دانشجو هستین، حالا صحبت میکنم تو دانشگاه که مرکز اعتراض و تظاهرات و به هر حال مقاومت مقابل جمهوری اسلامی است. برای لطف کردین زنگ زدین، ممنون، و امیدوارم که با هم دیگه دست در دست هم از شر این اوضاع خلاص بشیم و این رژیم. خیلی
خواهش میکنم. بله، نکاتی رو دوستان میگن که بعدا سر فرصت من بیشتر توضیح میدم و فکر کنم مردم دارن اعتراض میکنن و حتما اعتراضات وسیع تری رو خواهند کرد. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، نظر شما چیه؟ سلام به شما. موضوع یارانه هاست، نظر شما چیه؟ گرانی یارانه ها فقط میخواستم با خود آقای نیکا صحبت کنم. من نیکا هستم، در خدمتتون، بفرمایید صحبت کنید، صداتونم داره پخش میشه. سلام عرض کردم، حال شما خوبه؟ تشکر میکنم. در رابطه با مبحث یارانه ها میخواستم عرض کنم خدمتتون که میزانی که الان پرداخت میکنن 35500 تومان با توجه به اون منابعی که کشور ایران داره، با توجه به اون معادن و ذخایر نفتی که کشور ایران داره، مطلب قابل مقایسه ای نیستش که اینها درش یک حسره میگیرن میگن آقا قطعش کنیم، از ثروتمندان از اغنیا بگیریم به فقرا بدیم. نه، اینها که خیلی واقعا در فشارن یا در مزیده هستن برای پرداخت این مبلغ خیلی ناچیز، اینها بیان اون اشخاصی که تو دولت کار میکنن، اون مدیران ارشد دولتی از جمله خدمتتون عرض کنم که رئیس های مجلس و وزرای مملکت و نمایندگان مجلس میان بخشی درصدی از میزان اصلی حقوق خودشون رو بذارن در رابطه با پرداخت یارانه ها، از حقوق خودشون بگذارن برای اینکه به مردمشون برسه. اینها بعضی از اگر میان میگن ما از بودجه ای که در رابطه با وزارت بهداشت اختصاص داده بودیم گذاشتیم برای مسکن مهر یا گذاشتیم برای یارانه ها، از وزارت نفت ما مغرور شدیم یارانه ها رو پرداخت کردیم. این موزل تنها موزل ایرانی ها نیستش یارانه ها، دقیقا موزل ایرانی ها مسکنه هم تعلق میگیره، عوامل دیگه هم هستش، ولی اگر یه رأی‌گیری بین تمام فقط تهرانی ها انجام بشه در رابطه یارانه ها، به همه ایران، به همه دنیا ثابت میشه که هیچ کس در رابطه با پرداخت یارانه ها مصمم بیان قیمت اجناس و قیمت تمام اون عواملی که داخل تهران، داخل ایران تأثیر داده هست، اون به قیمت قبل و قیمت واحد واقعی خودش در بیارن. یارانه ها هست نهادن اون اصلا مشکل نداره. تشکر. مشکل ما اینه که از توی 35 سال در صحبت انقلاب اسلامی فقط تولید مستقر آخون بود و همه دنیا میدونن آخون جماعت انقدر جیبش بزرگ و درازه که اگه یارانه ها رو 1000 تومن بکنن باید اینها راضی نیستن. تشکر میکنم از تو. خواهش میکنم، تشکر میکنم. نکات رو گفتن که نکات خوبی که آخوندا، یعنی از حرص و ولع آخوندا صحبت میکنن که واقعا پایان پذیر نیست. تلویزیون کانال جدید، موضوع قطع یارانه ها و فقر و گرانی است، بفرمایید. موضوع ماهی حرفا نیست. یه سوالی از آقای خواهد شدیم که جواب اون نداد، میخواستم اینم آقای تقوایی جواب ما میدنم. بله، سر اتحاد. بله، من یه اشاره کردم، گفتم سر فرصت، امیدوارم که الان تلفن ها زیاد هست، ولی سعی میکنم که جوابی بهتون بدم. به هر حال ممنونم، میبخشین، ولی بله میدونم، گفتم آقای حمید تقوایی جوابی برای حرف ما داره یا نداره. از ایشون هم میپرسیم حتما بیان تو برنامه ها در مورد این مسئله صحبت کنن. حتما در برنامات ما همیشه گوش میکنیم، قربونت برم. تشکر میکنم، همیشه داریم میبینیم برنامه شما. تشکر میکنم، لطف دارین بازم بیاین روی خط صحبت کنین، سوالات، ملاحظات، انتقادتون رو بگین، ما خوشحال میشیم. جوابی ندادن آقای نیکخواه، جوابی ندادن. من نیکخواه هستم، در خدمتتونم، گفتم حتما سعی میکنم جوابتون رو بدم، ولی به آقای تقوایی هم مطرح میکنم که جوابتون رو بدن. تشکر میکنم استاد. درود به شرفت. درود به شما. قربون معرفت، درود به شرفت. خیلی ممنون. قربان شما. ممنونم.
بله خیلی سوالات و ملاحظات مطرح میشه که ما امیدواریم تو خلال این برنامه یا برنامه‌های دیگه پاسخ بدیم، چون که اینجا بیشتر دوستان بیننده تلفن میزنن و صحبت میکنن. الو بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کنیم. الو. بله بفرمایید. جناب نیکای گرامی. بله سلام به شما، نظرتون چیه شما؟ سلام آقا، راه مبارزه اینه که همه بلند شیم بیایم بیرون. تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه برمیخیزن. دقیقا. یه مکانی اعلام کن هممون بیایم بیرون بابا. آخه اینم نه آوردن داره. من رو علی شعارم نیستم، علی عملم. من به عنوان یک جوان دانشجوی ایرانی و تمام این رفیقای چندین ساله‌ام به نوبه خودم کنم آماده ایم. با ما دیگه خسته ایم، آماده ایم. فردا زنده باشین. خیابان طالقانی مقابل خیابان طالقانی، تقاطع مفتح مقابل لانه جاسوس سابق، ساعت 10 تا 11 نیم همه میان بیرون. آقا اونایی که مرجعن بیان بیرون. فردا 13 آبان همه میان بیرون، شعار مرگ بر آمریکا و ضد انقلابا رو میدین. همه بلندشین میان بیرون. بله در مورد شما هم دعوت میکنم که بیاین. بله مردم هم میان میگن مرگ بر جمهوری اسلامی اونجا. بله تلویزیون کانال جدید کاظم نیکخواه هستم، بفرمایید صحبت کنیم. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید. خوب هستید؟ ممنونم، تشکر میکنم. نظر شما چیه؟ به نظر من همین یارانه ها رو ندن از این بهتره. بله یارانه خیلی بیشتر از همیشه شده. بله کلن در مورد گرانی و قیمت ها و اینا هم وقت چی کار باید کرد؟ قیمت ها که واقعا خیلی بد شده، یعنی روز به روز بدتر شده. بهونه های مردم خیلی بیشتر شده. میری یه چیزی بگیری میگن خرط و خر شده دیگه، بالاخره خیلی خرط و خر شده. بله تشکر میکنم که زنگ زدین. میتونم بپرسم از کجا زنگ میزنین؟ من از آذربایجان. بله تشکر میکنم، به دوستان در آذربایجان سلام ما رو برسونید، ممنونم است. بله خیلی دوستان میگن که یارانه رو قطع، یارانه همه مسئله نیست، واقعیه. مسئله اینه که فقر و گرانی و فلاکت رو زندگی مردم هم قبل از یارانه ها سنگینی میکرد و با قطع یارانه های به اصطلاح سوبسید کالاها قیمت ها آنچنان بالا رفته که این 45 هزار تومان به جایی نمیرسه. بحث ما تمام همطور که قبلا اشاره کردن، خود جمهوری اسلامی الان دوست عزیزمون اومدن گفتن که تو مجلسشون صحبت کردن که یارانه قطع نمیشه یا میشه. یه بالاخره دارن این ور اون ور میکنن، چند تا آلترناتیو و به اصطلاح شق مختلف رو گفتن. یکیش اینه که یارانه رو قطع نکنیم ولی قیمت کالا نفت و گاز و آب رو، نفت و گاز و برق رو افزایش بدیم و به اصطلاح برای اینکه بتونیم بودجه تهیه کنیم برای یارانه، یعنی و یا اینکه از 20 میلیون از مردم یارانه رو بزنیم. الان چون وحشت دارن از شما مردم که یارانه کسی رو قطع کنن. حتی الان اخباری که بود اینه که بعضی از وزرای خود همین حکومت یارانه میگیرن، بعضی نمایندگان همین مجلس اسلامی یارانه میگیرن. منظورم اینه که برای ما میدونیم که برای جمهوری اسلامی ساده نیست که یارانه ها رو به راحتی قطع بکنه، ولی مسئله اینه که بالاخره اینا خزانه شون خالیه، همشو دزدیدن، رفته تو جیب یه مش آخوند و آقازاده و پاسدار و غیره و غیره و موندن که بودجه سال 92 رو 93 رو و حتی تا آخر این سال رو چطوری بپردازن. و اینجاست که چند تا آلترناتیو، یا یارانه رو قطع کنیم. اینا الان سالی تو حدوداً 40 هزار میلیارد تومان دارن یارانه نقدی میدن و میگن همین رو هم قطع کنیم بریزیم تو جیب یه عده مفتخوره. ما بحثمون این هست که نه فقط نباید یارانه قطع بشه، بلکه باید افزایش پیدا کنه، بلکه دستمزدها باید افزایش پیدا کنه، حقوقها و کلن به نسبت گرانی و تورمی که هست قیمت به اصطلاح درآمدها بالا بره، وگرنه فشار کمرشکن
گرانی رو دوش همه مردم هست، حتی اگر یارانه ها بمون. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کن. الو. الو، سلام به شما، بفرمایید. آقا میخواستم با این صحبت کنم. بله، شما روی خط هستین، صحبت کن، بفرمایید. خونه من رو توشیشه کردم. بله. بله آقای نیکا. بله، ادامه بدین. اگه ممکنه به صحبت کنین. خون ما رو تو شیشه کردن. به نظر تو سرشون بخوره. بله، تشکر میکنم. بله، میگن یارانه تو سرشون بخوره، خون مردم رو تو شیشه کردن. بله، تمام مسئله همینه که هم فقر، هم گرانی، هم خون مردم رو تو شیشه کردن و دزدی و همه این چیزا. تلویزیون کانال جدید بحث بر سر یارانه هاست و گرانی و فقر. بفرمایید. الو. الو، سلام سلام به شما دوست عزیز. نظر خاطر نباشید. تشکر میکنم. میگم یارانه رو اگه یارانه رو قطع کنن که مجلس هم باید تعطیل بشه. همه مجلسی‌ها دارن یارانه میگیرن. دقیقاً. مگه امکانش هست یارانه رو قطع کنن؟ یارانه به ما فقرا که میدن که بدن یا ندن اهمیتی برای ما نداره، ولی اگه بخوان قطع کنن مجلس باید تعطیل کنن. تمام رئیس رؤسای این مملکت دارن یارانه میگیرن. بله، اونا بیشتر مستحق یارانه هستن. میگن نمیدونم 20 دهکش 10 دهکش اینا قطع کنن، اینا خود جز زیاد هم اینا هم دیگه. چون الان میگن بالای 3 میلیون حقوق باید یارانش قطع باشه، مدرسی ها میگه بیش از 3 میلیون نمیگیرن. اونا که معلوم نیست، سر به فلک میزنه درآمدش. تمام سردارا استعفا بالای 3 میلیون حقوق میگیرن. اگه اینجوری باشه یارانه اونا قطع کنن مگه قبول میکنن؟ به نظر شما قیمت ها بعد از قطع یاران ها چقدر بالا رفته تو این یکی دو سال؟ قیمت ها ببین، شاید هر خیلی کالا هست 20 برابر گرون شده. بله. 20% رفته شده. بله. مثل چی مثلا؟ متوجه؟ بله. من از چهارمان بختیاری زنگ میزنم. بله. قطع بکنن یا نکنن فرقی به حال این ملت دربار نمی کنه. بله. به هر حال چی کار باید کرد؟ در مقابل گرانی، در مقابل ایناشون به نظر شما چی کار باید کرد؟ بعضی دوستان میگن باید متحد شد، باید اعتراض کرد، بعضی ها میگن کاری نمیشه کرد. شما چی فکر میکنید؟ اگر یه تعدادی سربدار باشن، متحد باشن، میتونن یه کاری بکنن، ولی اگر سربدار نباشن نه. بله، یعنی که به هر حال چیکار باید کرد؟ اونایی که متحد بشن چیکار بکنن؟ هر توی مملکت هر کسی بخواد حرف بزنه باید بره جونش رو بزنه. بله. بتونه یه کاری برای بقیه بکنه. شاید من مثلا اعتراض کنم برای خودم نتیجه نداشته باشه، ولی برای نتیجه های بعدی، برای افراد بعدی شاید نتیجه بخش باشه. نه حتما داره. الان اعتراضاتی سر دستمزد هست، برای بازنشستگان اعتراضاتی دارن، نمیدونم بخش‌های مختلف کارگران اعتراض میکنن و دستمزدشون هم اتفاقا افزایش پیدا کرده. ببین آقای نیکو، این یارانه برای همه افراد ایران تاثیر داشته، برای همه اثر گذاره، برای فرد من و امثال من نیست. دقیقاً. بله، لطف کردین زنگ زدین، ممنونم ازتون. به هر حال پای تلویزیون بشینین، شما هم اگر سعی کنین که در تماس با ما باشین، با حزب تماس بگیرین، با هم دیگه. بله، لطف کردین. بله، نکات جالبی گفته میشه که بحثایی هست که امیدوارم گفتم سر فرصت در موردش صحبت کنین. تلویزیون کانال جدید بفرمایین، صحبت کنین. سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم، شما هم خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید نظر شما چیه؟ آقا خیلی نظر من اینه که آقا این ملت دربدری گرفته، فرق و بیچارگی گرفته. یا آنان قطع کنن هم نکنن دربدری ملت گرفته. متوجه هستی همین یاران ها رو که دادن اشکر خانم ها طلاق صدا و بیمه شدن آن خوب آن خوب شد آمان دربدری ملت گرفته. در فرق و بزبختی بسید آقا فرق گرفت گارد گرون تلیفون که یاد من نظرده همین کریم یاد خودش رو زنگ زن خوده نقصی قد همین چند روزی که آقا این از چقدر کلا برداری کرده به زباده که قدر از با پیغمبرم بخوره
اصلا این وضعیت قراره که یاد نمازم. حالا یارو جنگ میزن آقا فردا جنگ میزن بگو منظرم من دختم برام اصلا یه مسلمون که مرد برای دیگرون به خالق واقعا مسلمونه، یه مسلمون که باید همیشه آرزو که باشه که ملت ها آدم ها سری سالم باشه. ببین که ما دربدر شدیم، من خودم یه جوون هم که به شیش ساله و نه خونه دارم نه زندگی دارم، بدبخت آواره چندین ما تو منطقه جنگی بودیم جنگیدیم برای اینا هیچ ارزشی برای ما قائل نبودن. الان هم اگه راست میگم با دنیا و جنگ یعنی هم که میره پشتشون این عواملاشون نه منبالشون باشونن. آقا خدا به شما یا علی قربان شما لطف کردین زنگ زدین. بلشون نکات مختلف و متعددی رو گفتن که میگن برق و گاز و همه چی گرون شده و ملت رو فقر گرفته و دقیقاً باید یکی از نکات اینه که جلوی این دوستان دیگری گفتن که مدام و حتی خانمی گفتن که هر ثانیه داره قیمت ها بالا میره و دوستان دیگر هم تأکید کردن و بحث بر سر این نیست که فقط گفتم یارانه قطع نشه، بحث بر سر اینه که باید جلوی بالا رفتن قیمت ها اعتراض کرد، اجازه نداد که مدام هر جور دلشون میخواد، وگرنه همون روز اول یارانه رو قطع کردن، یارانه نقدی دادن و قیمت ها اونقدر بالا رفت همطور که خود شما گفتین و دارین میگین که اگر قطع، اگر به اصطلاح برمیگشتین به قبل بهتر بود و جمهوری اسلامی هم هدفش همین بود که به قول خودشون شوک مصرفی وارد کنن جامعه‌ای که داره زیر فقر کمرش خورد میشه و 60-70% مردم زیر خط فقر داشتن زندگی میکردن، میخواستن شوک مصرفی، احمدی نژاد و خامنه ای اون دوره دست تو دست هم میخواستن شوک مصرفی وارد کنن بهش. ریاضت اقتصادی بود، یعنی طرح یارانه ها طرح ریاضت اقتصادی بود، همینی که داره الان پیاده میشه و قرار این بود که یارانه ها پرداخت سوبسیدها به کالاهای اساسی رو قطع کنن، قیمت ها بره بالا، بذارن به قیمت ها رو بذارن به عهده بازار آزاد و در دست بالاخره کسبه و فروشندگان و وارد کنندگان و غیره که این کارو کردن و همین شاهدش هستیم که دیگه هر روز دیگه قیمت داره میره بالا. و بعد گفتن به یه بخشی از مردم یارانه میدیم، بعد گفتن به همه میدیم، بعد گفتن یارانه رو افزایش میدیم، افزایش ندادن و خب 45,000 تومان به جایی نمیرسه همطور که دوستان عزیز دارن میگن. و در نتیجه اگر الان یارانه رو قطع کنیم، قیمت ها رو بیاریم به 2-3 سال پیش که شروع شد، مردم به نسبت امروز نفس راحتی میکشن. حرف ما این هست که ما مردم باید متحدانه اعتراض کنیم. خیلی جاها تو دنیا طرح ریاضت اقتصادی پیاده شده یا خواستن پیاده کنن، مردم وایستادن، دست به شورش زدن، دست به اعتراض زدن، قبول نمی کنیم نون گرون بشه، برنج گرون بشه، نمیدونم روغن گرون بشه، گاز گرون بشه، برق گرون بشه. مردم اومده تو همین کشورهای مختلف، کشورهای مختلف دنیا، نه فقط تو غرب، تو اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، نمیدونم غیر و فقط اینا نه، هر کشورهای آمریکای لاتین، تو خود کشور، بعضی کشورهای خاورمیانه، موقعی که خواستن طرح ریاضت اقتصادی پیاده کنن، مردم ریختن بیرون شورش کردن، اعتراض کردن، گفتن قبول نمی کنیم. و ما هم باید همین کارو بکنیم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید، شما روی خط هستین صحبت کنید. خسته نباشید آقای میشو. تشکر میکنم. حالتون چطوره؟ صحبت کنم در اون شما. میخواستم بگم که آقای میشو در باید مکارم شیرازی، مکار هیلگر شیرازی، اصلا این آدم 90 ساله این مغزش کار میکنه که بخواد واسه 80 میلیون آدم نظر بده یا اون خامنه ای آشغال، اون که دیگه از اینم بزرگتره، اینا چیکارن؟ مردم خوب میدونن که اینا قشنگ اینا رو ملت و همه رو محکوم به مرگ تدریجی کردن. آقا مرگ تدریجی، آی ملت بدونید اینا خوبم میدونیدم خودتان شده که صبر پیشه کردی قشنگ قناعت به دستور حضرت مولای متقیان شده خودتون قناعت میکنید، صبور دارید شده خودتون انسان صبوریت میدید، خوب هم میدید اینا همه رو به مرگ تدریجی محکوم کردن، اینا همه رو دارن میکشن، فردا یارانه ها رو قطع میکنن، هیچ کدومتون هیچ چیزی نمیتونید بگید، نمیگید هم بخواید بگید بتونید هم نمیگید،
قشنگ میاد دونه دونه ملت یه قانون جایی تصدیب میکنم مثل همون قانون فرزند خونده و این حرفا میگه اون تصدیب نکنم این همه ملت اعتراض تلویزیونی تلفنی رسانه ای شد میگه کسی اهمیت داد بدتر لش کردن و تصدیبشان صد درستان کردنش فردا میان هر روز از یه خانواده باید یه نفر اعدام بشه قانون جدید داد چون پول جمعیت داره زیاد میشه باید نفر یه نفر اعدام کنیم در این کارم میکنن و شما باید میشینید فقط صبوری پیشه میکنید مثل کارهای دیگه که تا این سیفان میتونستن مردم علیهشان رو نمیخوان ولی به زور هم پیشه داره قانونیش کردن باید هم میخواد بشینید همدیگه رو نگاه کنید به نظر من آقای میکا شما هم یه برنامه تحقیق بازید اینجا در یه هفته بذارید وقت بذارید اینجا برای سازمان دادن یه تظاهرات جهانی واقعا نه فقط ایرانی اونایی رو که واقعا چیزن مخالف این جمهوری و این نظام و مرگ اینا رو میخوان نابودی خامنه ای رو میخوان واقعا یه تظاهرات اساسی واسه یه تظاهرات اساسی برنامه ریزی کنید آمار اونایی رو که میدونیم به این ملت این رژیم هستن و خیرخواهی ملت میخوان یه آمار میانگین چیزی در بیارید ببینیم چقدر هم سریع تظاهرات رو میدونیم هر چی دیرتر به نفع اونا به ضرر ملت یعنی هر چی یعنی هم که بگذاره اینا دارن همینجور تریلی تریلی دلار و پولای ملت خالی نگاه میکنن دارن میبرن بیرون میزن که فلسطین لوک میزن یه زنی اصلا سرش به تنش نمیارزه زنی داده جداشو اخونده که بگوزم کرای خونه ها رو دن در میدن به همون آقای نمیاد کرای خونه هایی که ما فردو پیری و پوری نداریم ما فردو بچه نداریم نمیخواییم جوون بشیم من جوون نداریم ما فردو خودم که جوونی هم اونجا فایاز و بچه ها و فردو پیری و پوری خودمون پول مملکت اونو دارن میبرن لغمه کرای خونه نمت رو میدن تا ما راضی نیستن ما برای یه موقع یک کاسه آب روز خونه اون بردارن ما نمیخواییم کرای ما کرای نمیخواییم کرای یک سال ملت لغمه جلو خونه برای نظرین تم بشید فنباسی بلند شیم دیگه خجالت بکشیم بلند شیم تشکر میکنم خواهش میکنم ولی اونجا به کرای خونه نمیدن ولی میدن به حزب الله و تروریستا اینجوری نیست که میدن به مردم اینم بدونین یعنی میدن نیمش تروریست حزب اللهی و نمیدونم مشابه اینا تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن الو سلام خسته نباشید سلام به شما حالتون چطوره بفرمایید جمهوری اسلامی آخه تشکیل دادن خونه مردم به چیشه کرده با خونه من دانشجویم تیرا درازی ها رو ندارم بدم بابا کارگر خدا بکیری نمیتونیم بنا چی کار کنیم مرگ در این جمهوری اسلامی مرگ در خامنه ای شورتو ببرندن بعد تشکر میکنم میتونم بپرسم شما از کجا زنگ میزن قطع کردم بله میگن امکان رفتن الان دوتا از جوان ها زنگ زدن که میگن دانشجو هستن و نمیتونن به دانشگاه برن به خاطر اینکه پولش ندارن تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کن سلام آقای نیکا بله بفرمایید حالتون چطوره خوبی؟ ممنونم نظر شما چیه؟ الو بله بفرمایید من والا خیلی نظر دارم الو نظرم خیلیه ما واقعا در مزیقه همه چی هستیم همه چی رو بریدن همه چی گرون همه چی بدبختی سرسام آور به خاطر نداشتن خونه به خاطر این گرونی ها طلاق زیاد شده بدبختی ها زیاد شده خدا خود میدونه واقعا این ملت مردم ایران در مضیقه همه چی هستن من نمیدونم این چی میخواد تمام بشه بله به نظر خود شما چیکار باید کرد شما خودتون این بحثا رو با دوستانتون هم میکنین حتما دیگه اینطور نیست همچون که والد میگن اتحاد داشته باشین باید الان ملت ایران هم اتحاد داشته باشن برای همه که اتحاد داریم برای رای دادن آزاد هستیم بریم ولی برای حق خودمون که بخوام بگیم آزاد نیستیم شما... نمیدونید چه کار کنیم شما حق خودتون چی میدونید؟ مثلا مسکن، دکتر، مدرسه اینا رو به نظر شما چه؟ همه چی؟ به خدا همه چی؟ مدرسه میگن پول نیست بعد میفرستن 50 تومن بده 30 تومن بده 60 تومن بده خدا شاهده آدم دیدم چیش فروخته رفت تو مدرسه میگه بخاری نداره با شما کسایی میشناسین واقعا شما کسایی میشناسین که شما کسایی میشناسین که الان یه خبر این است که تعداد زیادی از خانواده ها نمیتونن بچه هاشون به مدرسه بفرستن شما کسانی میشناسین اینطوری زیاد هستن به خدا زیاد هستن
به نظر شما، گفتم دوربر خودتون کسای زیادی هستن که مثل شما فکر میکنن باید از شهر جمهوری اسلامی خلاص شد و غیره؟ یعنی تو ایران 10 تاش موافق، 500 تاش ناموافقن. یه چیز میگه ها، موافق به این چیزا نیستن. بر تشکر میکنم ازتون، لطف کردین زنگ زدین. اجاره خونه ها گرون، اجاره به خدا قسم من بچم گریه میکنه بعد خاطر اجاره خونه ها، به حضرت عباس. بر سرفم آور شده. یه لحظه گوشی مادرم. بله بفهم. الو، الو. سلام سلام به شما مادر، حالتون چطوره؟ بفرمایین. بفرمایین. الو. بله بفرمایین، صحبت کنین، در خدمتتونیم. آقا من به خیلی بدبخت هستی، اداره خونه مدرسه بچه، همه چی بدبخت شدیم، به همه چی، انونمون بگی، برنجمون بگی، روغنمون بگی، حتی آب بله مادر. بله مسئله اجاره خونه و اینا رو خانم دخترتون گفتن، در اون رابطه چطوری است فشار اینو؟ شما یه دستور به ما بدید. بله حتما صحبت میکنه. من ازتون تشکر میکنم. یکی از کارهایی که باید کرد همین کاریه که شما کردین، بیان اومدین روی خط و از این کانال صداتون رو به گوش میلیون ها نفر رسوندین. به هر حال حرف شما با مردم چیه؟ حرف مردم این هست، ما از مدرقه همه چی هستی. بله. از اداره خونه، از همه چی، از مدرسه، از همه چی ما در مدرسه هستیم. yeah. اگر شما بخواید الان صدای شما داره پخش میشه، نظر حرفتون با مردم ایران چیه؟ به هر حال تشکر میکنم ازتون، لطف کردین اومدین، بازم بیاین روی خط، ممنون و امیدوارم که بتونین دست در دست هم بدیم از شر این حکومت و همه این بدبختی ها خلاص بشین. لطف کردین مادر. از همه تمون در بیرد ما هم. بله ممنونم ازتون، امیدوارم که بیشتر بتونیم صحبت کنیم، پای تلویزیون بشینین، بازم بیاین صحبت کنین دوست مادر. دستم در نکنه. قربان شما. لطف کردیم. ببخشید من قطع کردم. بله دیگه شما صدای مردم رو، فریاد همین خانم رو، دخترشون رو از گرانی که همه چیز، کرایه خونه، فشار مدرسه، فشار اینها داریم میشنویم. این جامعه‌ای هست که میخواد خودش رو از شر جمهوری دزدان میلیاردر خلاص بکنه و این صداها صدای اعتراضه. این حکومت رو هم با همین صداها میشه سرنگونش کرد. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید. بله. الو بفرمایید. بفرمایید. صداتون داره پخش میشه، صحبت کنید. بله. نظر شما چیه؟ الو بفرمایید. الو. بله صدای تلویزیونتون رو لطفاً کم کنین، صحبت کنین. دوست عزیز متاسفانه شما صحبت نکردین، امیدوارم دفعه بعد بازم زنگ بزنین و صدای تلویزیونتون رو کم کنین و شروع کنین صحبت کردن. دوست عزیز تلویزیون تلفن شما هم قطع شد متاسفانه، دوباره زنگ بزنین دوستان عزیز و صحبت کن. گفتم این جامعه‌ای هست که زیر فشار فقر، گرانی، فشار اجاره مسکن، قیمت‌هایی که هر روز داره بالا میره، دستمزدهایی که زیر خط فقر هست،
بیکاری، نداشتن بیمه بیکاری، همه اینها داره خورد میشه و داره اعتراض میکنه. و تک تک شماهایی که صداتون داره اینجا پخش میشه، حرفتون این هست که ما این اوضاع رو نمیخوایم. و خود این برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی کافیه. بحث بر سر اینه که با هم یک صدا بشیم، حقوقمون رو بشناسیم. و یکی از اون الان صحبت مدرسه شد، ما باید فریاد بزنیم بگیم تحصیل باید رایگان باشه، یک قلم درمان و دکتر باید رایگان باشه. ممکن الان بیان بگیم که ما نمیتونیم، رژیم سرکوب میکنه و غیره و غیره. بحث ما بر سر این هست که اول حقوقمون رو بشناسیم. 5 میلیون باشن که بگن آقا ما محکم وایسادیم و میگیم و فکر میکنیم که باید درمان رایگان باشه، خود این کافیه. بعدم هم بیشتر صحبت میکنم. الو بفرمایید، صحبت کنید. الو. بله بفرمایید، شما روی خط هستین، صحبت کنید دوست عزیز. الو شما فکر کنم دفعه دوم اومدین روی خط، صحبت کنین، صدای تلویزیونتون رو کم کنین دوست عزیز، صحبت کنین. خب بفرمایید صحبت کنید، من دارم صدای شما رو میشنوم. بله منتظریم صدای شما رو بشنویم. متاسفانه این دوست عزیزمون نمیدونم مشکلشون چیه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید دوست عزیز. الو بفرمایید. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید. خسته نباشید بابا. تشکر میکنم، نظر شما چیه؟ قربونتون برم. عرضم به حضورتون در مورد موضوع هدفمندی یالاره. تلفنتون قطع شد متاسفانه. امیدوارم که بتونین بازم بیاین روی خط صحبت کنین. گفتم که ما باید حقوقمون رو بشناسیم دوستان عزیز. اولین قدم این هست که بگیم جمهوری اسلامی باید بره، نه یک جناحش، نه دو خردادیش بمونه، همشون باید برن. این یک. یعنی اگه سال 88 همه مردم میگفتن مرگ بر جمهوری اسلامی، حالا مرگ نه سرنگون باد، ولی کل جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی الان رفته بود، مطمئن باشین. بنابراین یکی از جوابهای چه باید کرد اینه که ما بدونیم، فریب نخوریم پشت سر این نیروها و جریاناتی که میخوان اوضاع رو به همین شکل نگه دارن به اسم اصلاح طلب و دوی خردادی و روحانیچی و رفسنجانیچی و نمیدونم بریم با آمریکا مذاکره کنیم و فلانی، اینا پشت سر اینا نرن. باید واقعیتش اینه و این دیگه 35 سال تجربه ما مردمه که اگر کل جمهوری اسلامی اگر یک ذره‌ش هم بمونه لجن و کثافت ازش میاد بیرون. فقط همین. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید. الو سلام. سلام به شما دوست عزیز، بفرمایید نظر شما چیه؟ آقای نیکخواهی چه وضع این دولت جمهوری اسلامی آخه؟ خیلی مسخره بازیه آقا. من نخواستیم جمهوری اسلامی رو، خاک سر همش میکنم آقا. من یارانمو میخوام تو سر اینا بزنم، چه غلطی میخوام با اینا کنم آخه؟ آقای روحانی که گفت بعد از 100 روز یه اوضاع مملکت درست میشه، چی گفتی آخه؟ چه صافت آشغال بربه میکنه آخه، اینجوری میکنه آقا مردم آخه. ما چجوری آقا جواب این بچه ها رو بدیم؟ چجوری جواب این مسخره بازی شما در آوردین آخه؟ ما از این برنامه تشکر میکنیم، مسخره ترین جمهوری اسلامی ایرانه. تشکر میکنم. میتونم بپرسم از کجا زنگ میزنین شما؟ از جیرفت. بله سلام به شما و همه دوستان در جیرفت، ممنون که زنگ زدین. بازم بیاین روی خط صحبت کنین و پای برنامه های ما بشینین و این تلویزیون هم حتما بدید. آقای نیکا بفرمایید. این آقای رو بعد از 100 روز اوضاع مملکت درست میشه، چه غلطی کرد که اون خامنه‌ای بیشور کرده؟ خاک بر سر، لعنت بر همه شون آخه. تشکر میکنم. بله دقیقا چیروکی و روحانی غلط کرد و ولش کن. ممنون از برنامه‌تون. تشکر میکنم. بله
دقیقاً بحث بر سر اینه که اینا همشون یک جنسن، یک ذره گفتم اگه جمهوری اسلامی بمونه، همین حرف این دوستمون همینه، بمونه ازش کثافت و آشغال و سرکوب و فقر و فلاکت میاد بیرون، هیچ تفاوتی نداره. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید. سلام عرض کردم. حالا تشکر میکنم، سلام به شما، نظر شما چیه؟ نظر ما درباره یارانه آقا خیلی خوبه فعلا. ما یارانه آقا خیلی حالا 5 عدد خانواریم داریم میگیریم. بله. اینا که الان در روی خط من حالا شما بگیم شاید طرفداری از جمهوری اسلامی میکنه، ولی ما 5 تا خانواریم الان هر ماه به ما میدن یارانمون و ما راضی هستیم. بله. الان الان تو جمهوری اسلامی بحث بر سر این است که میخوان یارانه ها رو میگن باید قطع کنیم، نظر شما چیه؟ نه باید قطع کنن. بله. میگن اگر هم قطع نکنیم پول برق و گاز و اینها رو دو برابر میکنیم. نه قطع نمی کنن آقا، شایعه هست قطع نمی کنن. خودشون دارن میگن ما رسیدن اینجا، ما خودمون توی بجنور هستیم، در بجنود کلی هم به ما رسیدن، ما 5 تا خانواریم، زمین ما را گرفتن، خب به الان به ما رسیدن، در حال باید آدم این حرفا هم بزنه. بله. شما پس شما از جمهوری اسلامی راضی هستین؟ بله راضی. حالا ببینین راضی بودن و نبودن ما که فرقی نمی کنه، چه شما بیاین سر کار، چه آقای رضا پهلوی بیاد سر کار، چه خاتمی بیاد، چه هر کسی بیاد، ما رعیتیم دیگه، به رعیت جماعت و ملت که کاری نداره اینجا. ولی میخواستیم بگم که این یارانه باید باشه آقا. بله. به هر حال ممنون که اومدین، ولی بحث بر سر اینه که شما هم کشاورز هستین، باید بدونین حقوقتون رو بشناسین. و به هر حال ممنون لطف کردین، از جیرفت از بجنورد گفتیم. بله. ما کشاورزیم ولی ما رعیتیم آقا، به ما کار ندن، ما الان زمینمون رو خب قطعی شده، اینجا خاک آب نیست، چیکار کنیم؟ بعدن خب بیارانا فعلا آقای احمدی نژاد داد به ما واقعا کمک کرد. بله. تشکر میکنم اصلا. شما میدونید چه بله میگن که یارانه ها به دوست عزیزمون کشاورز هستن و میگن یارانه که داده شده کمک کرد، نمیدونم رو قیمت ها و اینا هم تاثیر گذاشته کمک کرده بهشون یا نه، ولی قیمت ها بیشتر از اون که یارانه پرداخت میشه. ولی به هر حال الان بحث بر سر این است که جمهوری اسلامی میگه یا یارانه رو قطع میکنیم یا قیمت برق و گاز و آب رو چند برابر افزایش میدیم، و راه دیگری هم ندارن. اینا اقتصادشون درب و داغونه، اینقدر دزدیدن، صندوقاشون رو خالی کردن، درآمدهای نفت رو بالا کشیدن، دادن به حوزه علمیه، دادن به کثافتهای بشار اسد و نمیدونم حزب الله لبنان و تروریستای کشورهای مختلف، بعد میدن به حوزه علمیه شون یه مش آخوند مفتخور، و در نتیجه الان پولی تو بساط ندارن. دوستان عزیز هیچ تردیدی نداشته باشین که جمهوری اسلامی، یعنی اگر شما مردم مقابل این حکومت نیستین، قیمت ها دو برابر از این، بیشتر از این افزایش پیدا خواهد کرد، یارانه ها رو قطع خواهند کرد، فقر و فلاکت بیشتر خواهد شد، هیچ تردیدی نداشته باشه. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید. الو سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید صحبت کنید. اولین سخنرانی آقای جمهور کنیا، اولین رئیس جمهور کنیا بعد از استقلال شروع میکنه. ایشون بعد از اینکه به ریاست جمهوری رسید در یک سخنرانی گفتش که وقتی مولدین مذهبی به کشور ما اومدن، ما زمین هامون رو در دست داشتیم و اونها کتاب های مقدسشون رو. 50 سال بعد زمین های ما دست اونها بود، کتاب های مقدسشون دست ما. دقیقا نه مذهب تمام میشه. قطع شدین دوست عزیز، متاسفانه. ولی حرفتون روشن بود که نکته خوبی رو از قول رئیس جمهور سابق کنیا گفتن که وقتی مبلغین مذهبی اومدن اونا کتاب تو دستشون بود، ما زمینامون تو دستمون بود، بعد از 50 سال زمینای ما دست اونا بود و کتابای اونا دست ما. یعنی به اصطلاح تاثیر مبلغین مذهبی تو فریب دادن مردم، تو بالا کشیدن، به اصطلاح مغزشویی و خرافه پراکنی،
این واقعیتی، الان موضوع بحثمون اینجا نیست، ولی واقعیتش اینه که الان همینایی که این آخوندا و یه مش جمهوری اسلامی موقعی که قبل از اینکه به قدرت برسن و درست همون اوائلی که هنوز داشتن به قدرت میرسیدن، بحثشون این بود که ما میایم جامعه نفت میره سر سفره مردم فلان و بهمان اینا، و بعد اومدن شدن بزرگترین سرمایه‌دارای این دوره، نه فقط تو ایران. الان مثلا جنتی یا نمیدونم مجتبی خامنه‌ای، نمیدونم طالب فلان، طالب نمیدونم از اون بقیه آتشخالاشون، اینا جزو سرمایه‌دارای بزرگ دنیا هستن، خود رفسنجانی و غیر و غیر. یعنی اینا همین آخوندها هستن که توزیع مزایل داشتن و داشتن تبلیغ مذهب و اسلام و قناعت و زکات و خمس میکردن. تلفنتون قطع شد دوست عزیز. و الان همینا شدن از طریق همون احادیث و توزیع مسائلشون اومدن شدن بزرگترین سرمایه‌دارای دنیا، و الان به خاطر به اصطلاح در دفاع از همون توزیع مسائلشون دارن هر روز یه 10 نفر 15 نفر اعدام میکنه. این جمهوری اسلامی هست، این اسلامشون هست، این قرآنشون هست، این توزیع مسائل و این کلاسه همین چیزی که جلو چشم همه مردمه. و واقعیتش اینه که مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم، میخوان سر به تن جمهوری اسلامی و کل دم دستگاهش نباشه. اینو میدونیم. بریم سر بحث یارانه ها. و ببینید، بازم تاکید کنم بحث ما سر یارانه ها فقط نیست. یارانه های گوشه‌ای همطور که خود دوستان دارن میگن از واقعیت گرانی، فقر، فلاکت هست. بحث بر سر اینه که اینا موقعی که سوبسیدار قطع کردن، یعنی همون یارانه ها رو از کالاها برداشتن، قیمت ها به قول بعضی دوستان 200%، 300% بالا رفت، یعنی 2-3 برابر شد خیلی چیزا تو این 2-3-4 سال گذشته تا حالا. و در نتیجه این پولی که دارن میدن به خودی خود چیزی نیست. ممکنه به قول این دوست کشاورزمون حتما رو تأثیر تو زندگی مردم داره. بحث ما هم این است که همینو الان میخوان قطع کنن به خاطر اینکه پولی تو بساط ندارن، پولا رو همش کشتن بالا و میخوان الان از جیب مردم بیشتر خرج کنن. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید. آقای کاظمی میخوام. بله سلام به شما، در خدمتتونم، بفرمایید. خسته نباشید، من برای بار دوم تماس میگیرم. خواهش میکنم، لطف کردین، بفرمایید. آقای نیکخواست، میگم ما پول نداریم، این پولها رو چیکار میکنید شما آخه؟ پس ملاقاتی نمیزنید، پول نفت مردم سر سفره مردم رو چیکار میکنید شما؟ آقای نیکخواست. بله بفرمایید. آقای نیکخواست، من از شما خواهش دارم، آقا شما یه چیزی بگید، شما بزرگترین، این پولا رو آخه اینا چیکار میکنن؟ میگن پول نداریم، پول نداریم، چه غلطی میخوام بکنم؟ من از همه این چیزا تشکر میکنم که کانال جدید راه انداختن و از این دولت مردان بی شعور و این روحانیت کثافت آشغال عوضی همشون نفرت دارم. آقا اینا من تشکر میکنم از شما، از شهرستان جیروف زنگ میزنم. بله لطف جیروفی بمون. حالا ما که جیرفتی نیستیم چی کار کنیم؟ میگم حالا ما که جیرفتی نیستیم چی کار کنیم؟ ما خیلی مخلص جیرف هواتو داریم آخه، ما اینجا همینو میگم، میگم بیا جیرف ببین چی بعد جیرفتی رو نگاه کنم فقط حال کنم، بیا جیرف فقط بیا جیرف که جیرفتی باش. بله لطف کردین زنگ زدین، مخلص. به هر حال بحث بر سر گرانی، فقر، بالا رفتن قیمت هاست. و این دوست عزیزمونم از بجنورد گفتن که به هر حال یارانه ها رو قطع کنن بیچاره میشن، یعنی در واقع حرفشون این بود. و نکات مختلفی، بذارین من چند نکته میدونم که دوستان سوالاتی رو مطرح کردن و یه سوال اساسی این هست که چه باید کرد. و من نکته اساسی ما، تلاش اساسی ما این هست که به شما مردم و یعنی با همدیگه روشن، یک دست، یک صدا حرفمون، حقوقمون رو بشناسیم. یکیش همطور که گفتم تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگرده، همه شما از جمهوری اسلامی، از روحانیش، از خاتمیش، از رفسنجانیش، از خامنه‌ایش منزجر متنفرین. در نتیجه اولین چیز این است که تو هر فردا پس فردا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه مطمئن باشین تظاهرات‌های بزرگ ضد جمهوری اسلامی دوباره راه میفته. خود شما مردم میان تو خیابون مثل سال 88. بنابراین ما فکر میکنیم که درسته
یه ممکنه 6 ماه نشه، 2 ماه نشه. سوال اینه که اولین شعار ما چی است در تو تظاهراتمون؟ بازم میخوایم بگیم که فقط مرگ بر دیکتاتور، هم باید بگیم مرگ بر دیکتاتور، هم باید بگیم مرگ بر سرنگون، باید کل جمهوری اسلامی. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنید. الو الو بفرمایید، شما رو خط هستین؟ بله بله بفرمایید. بله شما شما تلویزیونتون کم کنید دوست عزیز، من نیکا هستم در خدمتتون. اگر بله صبح وقتتون بخیر. تشکر میکنم، وقت شما. از کانال جدید شما من فقط اینو بگم نیکا، ما ایرانی ها بی‌غیرتی، ما ایرانی ها ببینید ملا سوار ما شده، ما ایرانی ها ما هم مثل زنی باید چادر سرمون کنیم بریم بشینیم تو خونه درده جواب دارم نداریم. زنا که خیلی دارن، زنا که خیلی دارن دوست عزیز شما، میگم زنا که خیلی دارن مبارزه میکنن، اعتراض میکنن، چرا به زنا توهین میکنین؟ نه میگم دیگه همون، ما مثل ایرانی بیغیرت شدم، ایرانی ایرانی نیست، ما بیغیرت شدیم، ما خودمونو میگیم این ملاها سوار ما شدن، دارن هر کاری میکنن، فقط این یادها رو قطع میکنن، معدوم هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. ما باید ببین، ما باید با حرف نباید چیز کنیم، باید عمل کنیم، باید بریم تو خیابون، باید پدر این ملاها رو در بیاره. چه سواته آشکالی که مردم رو بدبخت کردن با این کشور ثروتمند که ملت ما اینقدر فرق داره، باید بریم تو خیابون، باید از جونمون بگذاریم. تشکر میکنم. من میخوام، من به مرسی آقای نیکا، من منظورم اینه که ما با نشستن و با حرف زدن ما باید غیرتمون رو به کار بندازیم. این ملت ایران باید بره به خیابون، این ملتهایی که سوار مردم شدن دارن توضیح میکنن، باید پدرشون رو در بیاریم. بله منظورتون رو متوجه، ممنونم، متوجه منظورتون. بله بله منظورتون رو متوجه شدم. ولی بله ممنون هستم. بله بله منظورم این بود، منظورم اینه که ما نشستیم انتظار هم داریم که بعدا یارا هم قطع کنم ملت این که با پل این هم قطع کرد برونی شد میگه ولش کن بابا با نشسته. صداتون قطع شد متاسفانه. بله ولی نکتتون روشن بود، ولی من منظورم این بود که یه تکیه کلامایی هست که از یه فرهنگ عقب مونده میاد که خیلی وقتا توهین به زنا، توهین به مردم توش هست و ما اینا رو نباید به کار ببریم. تلویزیون کانال جدید، کاظم نیکخوا هستم، بفرمایید صحبت کنیم. سلام به شما دوست عزیز، حالتون چطوره؟ ممنون، بسی بر نکنه. در مورد همون یارانه ها میخوام صحبت کنم. بله بفرمایید، نظرتون بفرمایید صحبت کنید. اگر ممکنه صدای تلویزیونتون رو کم کنین و صداتون داره پخش میشه، شروع کنین بلافاصله صحبت کردن. برای یارانه ها میگن میخوان قطعشون کنن. بله. و اگه قطع کردن مشکل ما چیه؟ شوهرم مثلا مواد میکشه و اینا، فقط من در ماهی مثلا 90 تومن دو رفتاری من و شوهرم، کجا بریم اگه قطع کنم؟ دقیقا بس بر سر این است که ما میگیم که یک حرکت متحدانه از جانب همه مردمی مثل شما میتونه صورت بگیره برای جلوگیری اعتراض به گرانی، به فقر، به حتی باید نه فقط یاران ها نباید قطع بشه، باید بگیم به نسبت قیمت ها، دستمزد ها و حقوق ها و بیمه بیکاری اینا به همه باید پرداخت بشه. الو بله تشکر میکنم ازتون، ممنونم. به هر حال پای برنامه بشینین، بیشتر صحبت میکنیم. به هر حال میگن که ما 2 نفریم، اگر یاران قطع بشه درآمدی نداریم. دقیقاً بحث بر سر اینه که عده مردم درآمدی، یعنی اولا با قطع یارانه ها قیمت ها رو چندین برابر کردن و بعدم الان میگن پول نداریم بدیم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنیم. سلام به شما، حالتون چطوره؟ بفرمایید. میخواستم در مورد موضوع تون اگه اجازه دین باشم. خواهش میکنم بفرمی. بله خواهش میکنم. من نظر متفاوتی دارم، من فکر میکنم که باید قطع بشه. بله برای اینکه باعث تورمی که
حساب کنین تاریخی که به وجود اومد، سه چهار ماه تونستن نگهش دارن و بعدش قیمت ها افزاده سیسته شدش. بله فکر میکنم خود مرخواهی باشن که قطع بشه، ولی من با حالت قبل برگیم بگه این چیزی هم در ایران محاله. بله نکته‌ای که خودتون میگین درسته، یارانه نقدی قیمت‌ها رو بالا برد، یعنی قطع در واقع قطع یارانه ها بود، همین الان قطع کردن، یعنی یارانه کالاهای اساسی مردم رو قطع کردن. اون چیزی که شما میگین منظورت اینه که به جای یارانه نقدی یارانه بدن به کالاهای مورد نیاز مردم، درسته؟ معتقدم که باید بذارم بازار یه ذره آزاد بشه. البته خب اونم باعث میشه که من نمیخوام سیاسی رو قاطی کنم. خب هم قول معروف نارضایتی هستش که شکی نیستش، بندم نه طرفداری از این رژیم میکنم نه خواهی دارم، ولی به عنوان یه ایرانی دارم صحبت میکنم. فکر میکنم که کاری که آقای روحانی میخواد بکنه کار منطقیه. نه چیه؟ که اگه بتونن این یارانه ها رو بردارن، بار عظیمی بر دوش مردم باعث بیکاری میشه، باعث رونق تولید بعد گرفته شده. حل اینه که یارانه ها عظیمی رو از روی دست برداشته میشه. آخه میدونیم بحث بیکاری و اینا مسئله فقط یارانه ها که نیست، مسئله اینه که یه مش صندوق خالی، دزدی های بالای حکومت، پول هایی که صرف یعنی یه دولتی هست، یه دولتی هست، هزینش از هزینه ای که به مردم میده بیشتره. دقیقاً، یعنی حرف شما قاعدتاً باید این باشه بودجه سپاه پاسدار رو کم کنن، بودجه حوزه علمیه رو قطع کنن، بودجه این آخوندهای مفتخر رو قطع کنن. اون که صد درصد بعد اون که اصلا من شکی در اون مورد ندارم، در مورد پروپشن رو باید میکنیم، اون مبحث جداییه. بله شکی. به هر حال ممنونم از تون که نکاتتون اقتصادی خیلی خوش وقت شدم، ممنون از وقتی که دارم. لطف کردین، ما هم خوشحال شدیم صدای شما و نظرتون شنیدیم، محبت داریم. خواهش میکنم. برای میگن یارانه قطع بشه بهتره، به هر حال یه مقداری همطور که شنیدیم داشتم اینو میگفتم که بحث بر سر اینه که مردم باید زندگی انسانی داشته باشن. بحث ما این نیست که دفاع کنیم از طرح یارانه ها. این طرح ریاضت اقتصادی بود یا سوبسیدایی که بعد از جنگ ایران عراق میپرداختن رو، یا درست قبلش تو این چند سال گذشته اینو قطع کردن و حالا بحث بیشتر میکنه. تلویزیون بله بفرمایید. الو بله بفرمایید. سلام آقای نیکا. سلام به شما دوست، از حالتون چطور؟ بفرمایید. خسته نباشی آقای نیکا. این دولت مرزهای ایران که این فضل عدالت میزنن فرد به هفته یه بار میان رو پشتبونهای مردم حالا نصف آشخاله اولی پیشه مردم رو جمع میکنن. آخه بگو اگه شما راست میگین چرا پیشه رو جمع میکنن؟ چرا همه میزن حرف راست رو مردم بشنن؟ چرا اینجوری میکنید آقای نیکا؟ بله باور کنید اصلا یه افتضاح‌بازی تو شهر، اصلا هر دو هفته یه بار میریزن، اصلا همه جا اینجوریه، نه اینجا فقط، همه جا ایران اینجوریه، هر دو هفته یه بار میریزن مردم بیشه رو، یعنی اصلا از اون پشت بوما میریزن افتضاح‌بازی، یعنی سر خواهر مادر کسی هم لخ باشه باشه درش، اصلا اینا آدم نیستن، این مش آشغال وحش هم. دقیقا. بله یه نکته که هست اینه که اینا الان تا اونجا که یادمه تو این 20 سال گذشته از موقعی که این تلویزیون‌های ماهواره‌ای مثل کانال جدید بوده تلاش کردن که ماهواره‌ها رو جمع کنن و نتونستن، درسته؟ بله بله ما بازم آوردیم که نه یه جورایی خیلی مثلا خیلی آشغال عوضی هست، مثلا خیلی ماهواره میاد ما تالا 3 تا 6 سال عوض کرد فقط به خاطر کانال جدید. بر دستون در نکنه. درود به شما آقای نیکا. بفرمایید. بله ادامه بده. خواستم از همه در نتیجه به همه ایرانی ها تشکر کنم و نذارید جلوی یارانه ها بگیره. هست که یارانه ها رو باید گرفتید. پول میگم پول نداریم، پول نداریم یعنی چی پول نداریم؟ از کجا های پول رو چی کار میکنید؟ چی سرتون میزنید؟ من یه دانشجو هم پول ترمام از کجا بیارم؟ بین اول
نمیان کمک کنن، میان اول بیشه مردم رو جمع میکنن، یه مش آشغال هم کاری به جز این کارا ندارن، فقط این چیز نه همین که گفتین، همین که بله دقیقاً لطف کردین زنگ زدین، ممنونم. شما سعی کنین، بله شما سعی کنین با شما با حزب کمونیست کارگری تماس بگیرین، شما احتیاج داریم کنار هم دست تو دست هم. آقای نیکا، بله آقای نیکا، بله بفرمایید. شما بچه کجایی؟ من بچه همون طرف، بله من بچه همون طرف استان فارس هستم، استان فارس هستم، شما هم همینطور؟ بله درود بر شما، درود بر شما که همشهری ما هستید، درود بر شما. بله فرق نمی کنه، برای لطف کردین زنگ زدین. از جایجه ایران به شما سلام می کنم آقای کاظم نیکا. آقای نیکا دوست داری، نیکا دوست داری. ممنونم است، برای لطف کردین. ولی این دیش جمع کردن معلومه، از حرفای کسانی مثل شما، مثل همه شمایی که اومدین تو این ساعت پشت سر هم دارین زنگ میزنین، جمهوری اسلامی وحشت داره. این تو همین یک ساعت خورده ای یک کارزاری علیه گرانی و فقره که جلو چشم مردم ایران قرار گرفته از طریق این تلویزیون، و اینا جمهوری اسلامی حق داره وحشت داشته باشه. الو بفرمایید صحبت کنین. الو سلام. سلام به شما دوست عزیز. الو بفرمایید. الو بله مثل که صدای ما رو نمیشنیدن. گفتم این یک کارزار، صدای اعتراض، صدای اعتراض میلیون ها نفره که تو اون جامعه هستن، از طریق شمایی که اومدین روی خط داره بیان میشه. اعتراض به گرانی، اعتراض به بیکاری، اعتراض به فقر و این افزایش قیمت های مداوم و دزدی و چپاول آخوندها و جمهوری اسلامی. این تلویزیون مدام داره این کمپین و کارزار رو منعکس میکنه و صدای مردمی که به جون اومدن. و مطمئن باشین که به قول این دوست از اون میرن دیش ها رو جمع میکنن، نمیدونم اینا، که به خاطر اینکه میدونن نمیخوان شما مردم صدای خودتون رو بشنوید، متحد بشین دور کانال جدید. و این مهمه که بیاین اینجا صحبت کنین، حرفتون رو بزنین. و از همه شما من تشکر میکنم که اینقدر فعالانه پای تلویزیون میشینین و به صحبت ها گوش میدین و میان حرف میزنین. به هر حال ما داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشین، اجازه بدین دیگه فکر کنم دیگه تلفن نگیریم بهتر باشه، یا یکی دو تا آخرم اگر تلفن الان زده شد بفرستین. و دیگه دوستان اتاق فرمان میخوام که بعد از اون دیگه تلفن نفرستین تا یکی دو دقیقه صحبت کنیم. تلویزیون کانال جدید بفرمایید صحبت کنیم. الو بفرمایید شما، بفرمایید شما رو خط هستین صحبت کنیم. تشکر میکنم، نظر شما چیه؟ میشه صدای تلویزیونتون رو کم کنین؟ شما صداتون داره پخش میشه، با تأخیر خودتون میشه. میخواستم بگم آخه تو چی کاره ای که داری راجع به جمهوری اسلامی صحبت میکنی؟ من الان بهتون توضیح میدم، سوالتونو کردین که من چه کاره ام. من یکی از مردمی هستم که میخوان سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، یکی از مردمی هستم که میخوان تلاش کنیم متحد بشیم جمهوری اسلامی رو از شرش خلاص بشیم. جوابتونو گرفتین؟ یکی مثل همین مردمی که اومدن الان حدود 40 نفر تو این یک ساعت و نیم زنگ زدن، ما این تریبون این مردمه، 40 نفر نماینده حداقل 40 میلیون نفر، صدای مردمی هستیم ما که فقر و گرانی کمرشون رو داره خورد میکنه، مردمی که مریضی ساده نمیتونن بیمارستان برن، میکشه مردم رو، نه بیمه درمانی هست، نه بیمه بیکاری هست، نه نمیدونم به حق بازنشستگی درست حسابی هست. اینها حرف ما مردم باید این باشه که پشت این دوربر این تلویزیون روی خواستامون متحد بشیم. مردم شمایی که صدای ما رو میشنوین، رضایت ندین که فقط جمهوری اسلامی بره، و اگر بخوایم جمهوری اسلامی هم بره باید با توقع و انتظار بالایی دور هم جمع بشین، برین با هم دیگه صحبت کنین. آیا حق ما هست که درمان رایگان داشته باشیم تو این مملکت؟ الان اگر من از شما سوال کنم میگین که نمیشه، امکانش نیست، این خیال پردازیه. خیلی ها اینجوری میگن، ما میگیم این درست نیست. دقیقا مشکل همینجاست که ما مردم اگر
زندگی با زندگی انسانی رو حق خودمون ندونیم به جایی نمیرسیم. دوباره یکی دیگه میاد سوار مبارزمون میشه. ما باید با بگیم که ما آدمیم، مسکن حقمونه، درمان حقمونه، تحصیل رایگان حقمونه، نمیدونم، و زندگی که مثل آدم زندگی کنیم. همه شما حرفتون دلتون اینه. آیا حاضرین بیاییم بیرون بگین که بیمه بیکاری حق همه بیکاراست؟ هر کسی که آماده به کاره دور هم جمع بشین. اگر فردا سال 88 دوباره تکرار شد، میان بگین که جمهوری اسلامی باید بره و درمان رایگان، درمان باید رایگان باشه، طب در دارو باید رایگان بشه، تحصیل باید رایگان بشه، مسکن حق هم است، بیکاران همشون باید بیمه بیکاری بگیرن، بازنشستگان باید همه، اونایی که سنشون بالا میره، بالای 60 سال میشه، باید حق بازنشستگی مکفی با استاندارد بگیرن و غیره و غیره و غیره. این تلویزیون میخواد این خواستهای شما مردم رو که بشه یه زندگی انسانی ازش بیاد بیرون رو تعمیم بکنه، تا اونجا که به جنبه رفاهیش حال من دارم اشاره میکنم، آزادی بی غیر شرط، آزادی تشکر، آزادی اعتراض کردن، آزادی انتقاد کردن، اینا هم بخش دیگرشه. به هر حال تا اونجا که الان بحثمون سر فقر و بیکاری و گرانیه، ما مردم با این توقع باید بیم جلو، جلو قطع یارانه ها باید ایستاد، جلو در مقابل گرانی مداوم باید اعتراض کرد و بگیم جمهوری اسلامی باید، دولت موظفه از درآمد نفت، از درآمد مالیاتی، از کل درآمدهای این جامعه سوبسید بده به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و به اون کسانی که مردمی که نمیتونن زندگیشون تامین کنن تامینات اجتماعی داشته باشن. اگر ما صدامونو یک، اگر به من بگین ما چیکار باید بکنیم تو اون جامعه، نمیشه مبارزه کرد، من میگم همین 5 میلیون جمع بشین با هم دیگه قانع بشین، بیرونم نیاین، هیچ اعتراضی هم نکنین، فعلا تو خونتون هم بشین، ولی بگین با خودتون هم عهد بشین که ما کوتاه نمیایم از بیمه بیکاری، ما کوتاه نمیایم از درمان رایگان، درمان رایگان، به تحصیل رایگان کوتاه نمیه. هر وقت فرصت کردیم، هر وقت امکان مبارزه داشتیم، اینا خواستامونه. از آزادی بی غیر شرط سیاسی و آزادی اعتراض هم کوتاه نمی. مطمئن باشین که اگر 3 میلیون هم با هم نظر رو این خواستهای وایسین، متحد بشین، همدیگر رو قانع کنین، جمهوری اسلامی که هیچ حکومت مفتخور، اقلیت مفتخور، گردن کلفت چپاولگر نمیتونه رو اون جامعه حاکم باشه. بحث بر سر اینه که موقعی که حکومت دیکتاتوری شاه و ساواک سر کار بودن، خیلی از ما مردم میگفتیم، خیلی از مردم میگفتن که شاه بره، هر سگی میخواد بیاد، و این سگه اومد که از شاه بدتره. الان هم نباید بگیم که هر سگی بیاد، ما باید بگیم خودمون مردم، مردم شریف صاحب جامعه هن و باید تو اون جامعه حکومت کنن، اختیار دست مردم باید باشه، ثروت هم در اختیار مردم باید گذاشته بشه، نه باید بره در خدمت مساجد و تکایا و نمیدونم حوزه علمیه و تروریست اسلامی و آخوند و فلان، همه اینا رو باید جمع کرد و درآمدهایی که تو اون جامعه هست باید صرف مردم. مطمئن باشین با 4 قلم از دزدی‌های همین الان، دزدی‌هایی که خود این حکومتی رو کردن، میشه به همه بیکاران اون کشور بیمه بیکاری داد. بنابراین فکر نکنید بیمه بیکاری یه چیز لوکسه، درمان رایگان یه چیز لوکس و عملی نیست، عملیه. اگر وای نسین بگین عملی هست، بشینین همین روزنامه‌های جمهوری اسلامی اون میلیاردهای دزدی رو بزنین کنار هم، ببینید چقدر چند سال میشه در حقوق معلمین و پرستاران و کارگران بیکار و نمیدونم کارگران شاغل رو 4 برابر کرد. چرا نباید ما با توقع بالا بیایم بیرون به جنگیم؟ ما که داریم می جنگیم، شما مردم که داریم مبارزتون رو می کنین، حرفتون رو یکی کنین با توقع بالا، با خواستهای فرموله و روشن، که دیگه کسی نتونه سوار این مبارزمون بشه. نه فقط یارانه ها نباید قطع بشه، بلکه دستمزدها باید چندین برابر بشه. دستمزدها، دستمزد اونایی که شاغلن، حداقل حقوق الان 450 هزار تومن، با اون چی کار میشه کرد؟
دستمزد کارگر حداقلش باید 2,000,000 تومان حداقلش باشه الان. و همینطور معلومه موقعی که دستمزد حداقل میگیم یعنی برای همه کسانی که حقوق بگیرن. بقیه مردم هم همینطور. وقتی شما با این توقع بیان که مردم حق دارن درمان، دکتر باید مجانی بشه. مجانی. محکم میشه گفت مجانی. این حق شما مردمه که تو اون جامعه از بیماری ساده نمیرین. چرا تو قرن 21 هنوز باید موقعی که نگران باشی برای اینکه نمیدونم ساده ترین مریض یا تو خونت بشین تکون نخوری و بمیری به خاطر اینکه بیمارستان هزینه های کمرشکنی رو بهت میبنده، دکترها هزینه کمرشکنی بهت میبنده، باید دکتر و درمان مجانی باشه. از کجا؟ از همین پولایی که اینا دارن بالا میکشن. اینا رو قطع میکنیم ما. درمان رو اولین گام انقلاب بعدی این باید باشه که بگه درمان مجانی برای همه مردم. دکتر مجانی، دارو مجانی، تحصیل رایگان. و گفتم میدونم که الان شما تو خونتون نشستی میگه نمیشه اینا حرفه نمیدونم فلان. منظورم همین حرفاست که این حکومت رو سر پا نگه میداره. خاطر اینکه معنیش اینه که وقتی که ما اینو میگیم یعنی اینکه توقعمون پایینه. نمیشه. بالاخره یه ذره بهتر بشه یه آخونده خنده بر لب بیاد بهتر از خامنه ایه. نخیر جمهوری اسلامی همطور که بعضی بیننده اومدین گفتین باید کل جناهاش سرنگون بشن. تمام قوانینش باید کنار زده بشه و تمام ثروت‌های سپاه پاسداران، بنیاد شهید، بنیاد فلان، بنیاد بهمان باید تو اختیار تو مردم قرار داده بشه. درآمدهای نفت، درآمدهای معادن، درآمد مالیاتی همه اینا تو اختیار خود شوراهای مردم باید تصمیم بگیرن. و گفتم اولین قانون اون جامعه آزادی بی قید و شرط و در زندگی انسانی حق هم است. این با این توقعی که میتونین جلو قطع یارانه ها بیستین، جلو گرانی بیستین، جلو نمیدونم فقر و فلاکت و دستمزدهای زیر خط فقر بیستین. تو خیابون میشه بحث کرد، میشه تظاهرات کرد، میشه اعتصاب کرد و ممکنه امروز نشه فردا، فردا نشه پس فردا. من میخوام این شما رو قانع کنم، شمایی که پای این تلویزیون نشستین، که شناختن حقوقتون مهمترین راه سرنگونی جمهوری اسلامیه. این که حقوقتون رو بشناسید، این که سر هم نظر باشین سر این که حق ما چی هست. من میگم حق شما این نیست که زیر فقر کمرتون خورد بشه. بیکارا حقشون این نیست که بمیرن از گرسنگی. حقشون این است که مثل آدم زندگی کنن، چه بیکار چه شاغل، چه مریض چه سالم، چه جوان چه پیر. حق همه آدم هست بدون استثناء، و تاکید میذارم بدون استثناء یک نفر. همه مردم باید حق داشته باشن، مسکن داشته باشن، دکتر و دارو داشته باشن، حق تحصیل داشته باشن، حق شادی داشته باشن، بعد بتونن مسافرت برن. چرا ما باید یک اقلیت مفتخور آخوند بیخاصیت و احمق و کودن و عقب مونده و مرتجع تمام ثروت‌ها رو تو چنگ خودش داشته باشه چون صاحب کارخونه است؟ خب این کارخونه از دزدیدن دیگه، چون اسمش سرمایه داره، چون اسمش نمیدونم فلان چیزه. و کارگری که کار میکنه و مردمی که شریفن و مردمی که زحمت کشن یا قبلا زحمت میکشیدن و الان به سن بازنشستگی رسیدن باید هشتشون گره و نهشون باشه ندونن شبشون رو چجوری به صبح برسونن. چرا؟ این سوال از خودتون بپرسین دیگه. خدا خواسته؟ مشیت الهیه؟ نه خیر. بحث بر سر مبارزه است، مبارزه طبقاتی، مبارزه علیه مفتخور است. و اینکه ما خواستمون رو بشناسیم، حقوقمون رو بشناسیم و بیایم جلو و همدیگر رو قانع کنیم. اگر گفتم 3,000,000 نفر امروز بیان بگن که درمان رایگان حق هم است و ما جلو گرانی هر روزه می ایستیم و اعتراض میکنیم و دستمزدها باید مطابق و حقوقها و بیمه ها باید متناسب با گرانی و تورم بالا بره، مطمئن باشین که این اتفاق میفته.
بله، خبری رو الان از زندان به من دادن. زندان سیاسی بنا به خبر کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، زانیار و لقمان مرادی در اعتراض به شرایط زندان و مسئله حکم اعدامی که بهشون داده شده دست به اعتصاب قضا زدن. حتما لقمان و زانیار مرادی رو میشناسین، دو تا جوانی که به اتهام قتل یا به و به اصطلاح زیر اعدام قرار دارن، علی رغم اینکه شواهد بسیاری وجود داره که این زیر شکنجه ازشون اعتراف گرفته شده و به هر حال این پرونده سازی شده علیهشون و جمهوری اسلامی حکم اعدام رو میخواد اجرا کنه. و الان تو زندان ها اعتراضات زیادی رو من اشاره کردم وجود داره، تو جریان هست، تو زندان رجایی شهر و زندان های دیگه، و از الان خبر اعتصاب زندانیان، اعتصاب قضای زانیار مرادی و لقمان مرادی رو هم که الان عکسشون رو رو صفحه تلویزیون میبینین رو به دست ما دادن. ما باید دست به دست هم بدیم و برای آزادی همه زندانیان، همه زندانیان سیاسی و کلن همه زندانیان در واقع تلاش بکنیم. دوستان عزیز میگن وقت برنامه‌مون تموم هست. میدونم که یه سری سوالات رو، مخصوصا دوست عزیزمون که گفتن سر اتحاد احزاب و اینا، من نرسیدم اصلا جواب بدم، ازتون پوزش میخوام. امیدوارم که هم به دوستان دیگه گفتن به همین تقوایی بگم و خود ما هم تو برنامه‌های دیگه بتونیم مفصل در این رابطه صحبت کنیم. ممنون که تا اینجا با بودین. کاظم نیک‌خواه هستم، براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم.